شفای کودک درون، نویسنده دکتر لوسیا کاپاچیونه، مترجم گیتی خوشدل. مقدمه. زندگی بدون حضور کودک درون احساس تهی بودن را بر جا می گذارد. این احساس را که زندگیمان فاقد چیزی است، آنگاه می کوشیم این احساس خلأ را با سایر انسانها و اشیا و مکانها و فعالیتها و تجربه‌هایی بیرون از خیشتن پر کنیم. شاید به درازا بکشد تا بی تأثیر بودن این راه حل را بفهمیم. مؤثر واقع نمی شود، زیرا غیاب آن چیزهای بیرونی علت احساس خلأ نبود. دلیل راستین این بود که کودک درونمان مخفی شده بود. به همین دلیل اتصال خود را با خودمان و دیگران و خدا از دست داده بودیم. با اتصال به کودک درونمان که خیشتن راستین ماست، کار به آخر می رسد. یعنی شفا می یابیم و دیگر بار با احساس وصل به پروردگارمان، به خودمان، به دیگران، به جهان و به هستی از توفیق آرامش و شادمانی کام روا می گردیم. آمین. یافتن کودک درونم. 50 سالگی مرحله مهمی از عمرم بود. زمانی تا مکث کنم و در آینه گذشته به 5 دهه از دگرگونی های جهان بنگرم. در این آینه 3 جنگ عمده را می بینم. درمانی برای فلج اطفال، تولد تلویزیون و کامپیوتر، ظهور و سقوط استبدادگران، ترور یکی از رئیس جمهوران آمریکا، فرود انسان بر روی ماه، بنا کردن و از هم فرو پاشیدن دیوار برلین. نخست خودم را به شکل کودکی نوپا و تابان می‌بینم، با گونه‌هایی گلگون که در آغوش مادر بزرگم نشستم. آنگاه دخترکی خردسال و هیجان زده که همراه پدرم که تدوین کننده صداست از صحنه‌های صدا برداری استدیوی مترو گلدین دیدن می‌کنم و آن وقت دختری دبیرستانی که روپوش پوشیده و قواعد و احکام محدود صاحب منصبان مدرسه را تاب می‌آورد و دست آخر نوجوانی که محض کلاس‌های هنر 2 روز تعطیل آخر هفته زنده است، جایی که استعدادهایم می‌توانستند در آن بشکفند و ببالند. گویی هر دهه پس از آن موضوع و رنگ و بوی خاص خود را داشت. سال‌های دهه 1950، سال‌های تکمیل دانشکده و کسب مدرک در رشته هنر بود. سالهای دهه 1960 زمان ازدواج و تشکیل خانواده و توفیق در هنر در سطوح وسیع‌تر. این سالها به موضوع حقوق بشر اختصاص داشت. خودم نیز برای پیکار با فقر همکاری می کردم. در پایان این دهه جنبش زنان به طور کامل آغاز شد. من نیز مانند بسیاری از خواهرانم چندین نقش را بر عهده داشتم. همسر و مادر و هنرمند و مربی. اما ناگاه روزی در آغاز دهه 1970 همه چیز از هم فرو پاشید. شاید این دهه می بایست برای من دهه بحران‌های شخصی باشد. از هم گسستن زندگی زناشویی‌ام و برهم خوردن شراکت شغلی‌ام و پایان زندگی زناشویی پدر و مادرم و رویارویی
با مرضی مهلک و تغییری بنیادی در حرفه و شیوه زندگیم. هنگامی که زندگی زناشویی 10 ساله‌ام ناگاه در ژانویه 1970 از هم پاشید، ابداً آمادگیش را نداشتم. زندگی سریع و شتابناکم فرصتی برایم باقی نگذاشته بود تا به کودک آسیب پذیر درون و به قلبم گوش بسپارم. موفقیت مرا به بیرون کشانده بود. برای کودک درون، آن بخش عاطفی وجودمان که نیاز به حمایت و مراقبت دارد و آرزومند بازی و اکتشاف و استراحت است و بودن محض را به توفیق ترجیح می دهد، زندگی عمومی بسیار دشوار است. 3 سال پس از طلاقم، به علت فشارهای ناشی از حرفم و سرپرستی از کودکانم به تنهایی، سلامتم دچار بحرانهای شدیدی شد. مرضی مهلک که بر کلاژن یا بافت همبند بدن تأثیر می گذاشت. پس از 1 رشته درمانهای نادرست در کلینیکی که در آنجا مداوا می شدم، در جستجوی سایر راه‌های شفا برآمدم، بیخبر از اینکه قدرتمند در این ابزار شفا مقابلم قرار داشت. همچنان که در دفتر خاطرات روزانه‌ام می‌نوشتم و نقاشی می‌کردم، از آغاز بیماریم این کار را شروع کرده بودم. دریافتم که نگارش احساساتم عملاً کمکم می کرد که از نظر جسمی و عاطفی احساس بهتری داشته باشم. مقدر بود که این کشف سرانجام مرا به عنوان درمانگر و نویسنده به سوی حرفه تازه هنردرمانی رهنمون کرد. اگرچه هنگامی که در دفتر خاطراتم می نوشتم، تنها برای ادامه بقاام می کوشیدم. بینش هایی که از این شیوه نگارش و نقاشی که بسیار شرف و شخصی بود به دست آوردم، مرا بران داشت که به جستجوی روان درمانی بروم و در آنجا بود که برای نخستین بار از حضور کودک درونم آگاه شدم. از کودکی آسیب پذیر و با احساس و خودانگیخته و خیشتنی خلاق که گریه کنان میخواست صدای خود را به گوشم برساند، کودکی که زیر نقاب بالغی که بر چهره نهاده بودم پنهان و محبوس شده بود و میخواست نمایان و آزاد شود و تنها راهی که برای جلب توجهم میشناخت مرضی مهلک بود تا به درون بروم و به نیازهایش گوش فرا دهم. از طریق ایفای نقش‌های گوناگون به شیوه گشالت درمانی و نوشتن خاطرات روزانه و نقاشی با هر دو دست، با این کودک واقعی که در درونم در جسم و احساس و شهودم زندگی می‌کند و فهم و ادراک و حیاتی تازه برایم به ارمغان آورده است، آشنا شدم. جان این کودک درون در سراسر صفحات این کتاب با شما سخن میگوید و همین جان از شما میخواهد که خود راستین خیشتن را بیابید و حرمتش نهید. خودتان پدر و مادر مهرآمیز خیشتن باشید و همه جنبه های زندگیتان را شفا بخشید، زیرا کلید آن صلفت در روابط و تندرستی و شادابی و شور و نشاط و خلاقیت در کار، جملگی در دست کودک درون است. داشتن یک کودک درون فعال و سالم بهترین نوع پیشگیری از فرسایش و بیماری است، زیرا او منشأ شوخی و بازی و شعف و جوانی و خلاصه چاشنی زندگی است. وقتی به کودک درون اجازه داده شود که خودش باشد و در دلتان خانه کند،
می تواند شما را به سوی سرچشمه حکمت و شادمانی نامحدود هدایت کند. دکتر لوسیا کاپاچینو، سانتا مونیکا، کالیفرنیا، آوریل 1990. بخش یک، کشف کودک درون خود. کودک درون حضوری قدرتمند دارد، در کانون هستی ما به سر می برد. کودک نوپایی سالم و شاد را مجسم کنید. وقتی این کودک را در چشم دلتان مجسم می کنید، سرزندگی او را احساس کنید. با شور و شوقی مدام محیطش را کشف می کند. از احساساتش با خبر است و آشکارا آنها را نشان می دهد. وقتی آزار می بیند گریه می کند. وقتی خشمگین است فریاد می زند. وقتی خوشحال است لبخند می زند یا از ته دل می خندد. این کودک بسیار حساس و غریزی هم هست. می داند به چه کس اعتماد کند و به چه کس اعتماد نکند. دوست دارد بازی و کشف کند. هر لحظهش تازه و سرشار از شگفتی است. چشمه بی انتهای خلاقیت و سرزندگی. وجودش از این بازیگوشی شادمانه می جوشد. به مرور زمان این کودک به سوی توقعات و جهان افراد بالغ کشیده می شود. صدای بزرگترها یا نیازها و خواسته هایشان به تدریج ندای درونی احساسها و غرایز را خاموش می کند. والدین و آموزگاران در واقع می گویند به خودت اعتماد نکن، احساساتت را احساس نکن، این را نگو، آن را بیان نکن، همان را بگو که ما میگوییم، ما بهتر میدانیم. به مرور زمان ویژگی هایی که به کودک سرزندگی میبخشد، کنجکاوی و خودانگیختگی و توانایی احساس کردن به ناچار پنهان میشوند. اغلب اوقات افراد بالغ در فرایند آموزش و پرورش و ایجاد انضباط کودک را به بالغی قابل پیشبینی تبدیل می کنند و به خود راستین کودک لطمه می زنند. کودک احساس برهنگی و سرما می کند. جهان افراد بالغ برای کودکان جای امنی نیست. طفل در حال رشد به منظور بقا روح شاد و کودکانش را مخفی و محبوس می کند. اما کودک درون هرگز بزرگ نمی شود و از بین نمی رود. مدفون اما زنده و منتظر می ماند تا روزی آزاد شود. کودک درون همواره می کوشد توجه ما را به خود جلب کند. اما بسیاری از ما فراموش کرده ایم چگونه گوش بسپاریم وقتی احساسهای راستین و گواهی دلمان را نادیده میگیریم. کودک درون را نادیده میانگاریم. وقتی به خود میگوییم نباید نیازهای بچگانه داشته باشیم زیرا معقول و عملی نیستند و عذر و بهانه میآوریم که این کار برای افراد بالغ مناسب نیست، کودک درون را طرد می کنیم. مثلا شاید این تمایل را احساس کنیم که فقط محض تفریح از راه پارک عبور کنیم یا به علت از دست دادن دوستی زار زار گریه سر دهیم. این کودک درون است که می خواهد نمایان شود. اما وقتی بالغ جدی درونمان می گوید گریه نکن، بچه های بزرگ گریه نمی کنند،
آدم باید بر خودش مسلط باشد. کودک درون در گنجه محبوس می شود. وقتی کودک درون ما محبوس می شود، خودانگیختگی طبیعی و شور و شوق زندگی را از دست می دهیم. به مرور زمان این امر به کمبود انرژی و بیماری مزمن یا مرضی صعب العلاج می انجامد. وقتی کودک درون ما پنهان می شود، خود را از دیگران نیز جدا می کنیم. آنها هرگز نمی توانند احساسات و آرزوهای راستین ما را دریابند یا بدانند که به راستی که هستیم، یعنی تجربه صمیمیت راستین با دیگران غیر ممکن می شود. و این دعوت از فاجعه و مصیبت است. برای اینکه کاملا انسان باشیم، کودک درون باید پذیرفته و نمایان شود. 1. کودکی خردسال آنها را هدایت خواهد کرد. درون هر فرد بالغ کودکی فریاد می زند، بگذار نمایان شوم. این کودک که در درون انسان زندگی می کند کیست؟ چرا در درون انسان به تله افتاده؟ و چه چیز را می تواند پیشکش کند؟ چگونه می توان این کودک را آزاد و رها کرد؟ به هنگام انجام تمرین های این کتاب خودتان به این سوال ها پاسخ خواهید داد. تعمدن به جای مطالعه کلمه تمرین ها را به کار برده ام، زیرا نگرش و روش این کتاب بر اساس حرکت دست هاست. از طریق تلفیق کلمات و تصاویر و فعالیت هایی هدایت خواهید شد تا کودک درون خیش را کشف و از او مراقبت و حمایت کنید. هدفم این است که کودک درون خود را دوست بدارید و از او دعوت کنید تا بخشی از زندگیتان باشد. مفهوم کودک درون مضمون تازه‌ای نیست. عملاً در اساطیر باستان و قصه های پریان ریشه دارد. همه ادیان حکایاتی درباره کودکی دارند که ناجی یا راهنمای انسان شده است. این کودک معمولاً یتیم و طرد شده است یا زندگیش در معرض خطر و تهدید قرار دارد. موسی را میان کاه گاوان یافتند. عیسی در محقرترین صحنه به دنیا آمد، زیرا در قهوه‌خانه جایی نبود. زندگیش در معرض خطر بود، زیرا هرود شاه همه نوزادان را گردن می‌زد. به همین ترتیب تولد کریشنا نیز با خطری عظیم همراه بود. به شاه کانسا گفته بودند مردی که سرانجام به دست او کشته خواهد شد عنقریب به دنیا خواهد آمد. در نتیجه او فرمان داد که همه نوزادان پسر را گردن بزنند. در اساطین یونان زئوس خردسال در معرض این خطر بود که پدرش کرونوس او را ببلعد و زئوس در مقام پدر دئونیپوس هنگامی که پسرش به دست تیتانها تکه تکه شد غایب بود. دو قلوهای اساطیر روم رومولوس و رموس طرد شدند و آنها را به رودخانه تیپر سپردند. افسانه های پریان اروپایی نیز لبریز از کودکان قهرمانی است که در معرض خطر و تهدید قولان و دیوان قرار دارند. هانسل و کریتل جادوگر خود را داشتند. سیندرلا زن پدر بدجنس و خواهر خواندگان نامطبوع خود را داشت. جک خول خود را دارا بود و دختر شنل قرمزی گرگ خود را داشت.
در این قرن کارول گوستاو یونگ، روانشناس و جوزف کمپل، اسطوره شناس، به ما نشان دادند که این اساطیر و افسانه ها جاذبه گسترده دارند، زیرا تجربه های جهانی جملگی انسان ها را نمایان می سازند. مثلا همه انسان ها این خصیصه مشترک را دارند که به صورت نوزادانی آسیب پذیر و متکی زندگی را آغاز می کنند. از این رو می توانیم با کودکان ناتوانی که در این قصه ها مورد سوء تفاهم و بهره برداری قرار گرفتند احساس همدلی کنیم. آیا کسی هست که در کودکی به نوعی مورد بدرفتاری جسمی یا عاطفی قرار نگرفته باشد؟ ماهیت طفولیت این است که نوزاد یا کودک را در معرض آسیب قرار دهد. بزرگترین ها خشن یا آری از حساسیت قطعا می توانند به چشم کودک همچون دیوان و غولان و جادوگران بنمایند. به همین دلیل قصه های کلاسیک پریان خواه به اتکای حافظه نقش شده و خواه در کتابی مصور خوانده شده و خواه بر صحنه فیلم آمده باشند ما را مسحور خود می سازند. وقتی والت دیزنی داستان سفید برفی را برای نخستین فیلم موضوعدار نقاشی متحرک خود انتخاب کرد کاملا به این امر واقف بود. اگرچه سرمایه گذاران و مسئولان امور مالی او را به باد تمسخر گرفتند، اما نتوانستند او را از عمل باز دارند. او می دانست که عموم به این شیوه جدید برای ارائه قصه کلاسیک پاسخ مثبت خواهد داد. موفقیت او به دلیل این توانایی بود که می توانست با کودکی که در درون همه ما هست سخن بگوید. در بسیاری از فرهنگ ها با این موضوع مواجه می شویم. کودکی در معرض خطر که باید در تیرگی و ابهام بماند و از هفت خوان رستم بگذرد تا طبیعت راستین قهرمانگونش آشکار شود. یونگ این کودک را به سیمای کهن‌الگو یا نمادی جهانی دید که در ناهوشیار جمعی جا دارد. یونگ در مقاله‌اش روانشناسی کهن‌الگوی کودک نوشته است: چه جای شگفتی که بسیاری از ناجیان اساطیری کودکانی خداگونه‌اند. این امر دقیقاً با تجربه‌ای که از روانشناسی فرد داریم که نشان می دهد کودک راه دگرگونی آتی شخصیت را هموار می کند مطابقت دارد. در فرایند فردیت یافتن انسان در انتظار سیمایی است که ناشی از ترکیب عناصر هوشیار و ناهوشیار شخصیت است. بنابراین کودک نمادی است که از داد را به هم می پیوندد. میانجیست، شفاعت می کند، شفا می آورد و چون دارای چنین مفهومی است، انگاری کودک قادر به ایجاد تحول‌های بیشمار است. من این تمامیت فراگی را که از خداگاه انسان فرا می رود، ضمیر خواندم. زیرا هدف فرایند فردیت یافتن جامعیت و تمامیت ضمیر آدمی است. این کلام یونگ که کودک راه دگرگونی آتی شخصیت را هموار می کند و شفا و تمامیت می آورد، یادآور این پیشگویی کتاب مقدس است که و کودکی آنها را هدایت خواهد کرد. از دهه 1960 کودک درون موضوع مورد علاقه روانشناسی شده است. کودک درون آن بخش از وجود ماست که مانند کودک احساس می کند و شاید سبب شود به شیوه کودکانه یا کودکوار رفتار کنیم. هاف میسیلداین در کتاب تکان دهندهش کودک درون گذشته تان
به تفصیل درباره این موضوع نگاشته است. همچنین کودک بخش حائز اهمیتی از تحلیل رفتار متقابل است که در دهه 1960 توسط اریک برن عرضه شد و در دهه 1970 به اوج محبوبیت خود رسید. اریک برن تصویری از جهانی درونی متشکل از سه بخش کودک و والد و بالغ را پیش روی ما می نهد. والد آن بخش از وجود ماست که احکام و قواعد امر و نهی ها را وضع می کند. کودک درون یکی از بخش های نفی شده و نفی شده وجود ما است که وقتی به دوران پختگی و بلوغ گام می نهادیم آن را پشت سر گذاشتیم و رها کردیم. از این رو اکنون مسئولیم که او را بازیابیم و مورد مراقبت و حمایت قرار دهیم. در دهه 1980 کودک درون به عنوان بخشی از جنبش شفا که به سرعت در حال رشد و پیشرفت بود مورد توجه قرار گرفت. درمان هر گونه اعتیاد در بیمارستان ها و مراکز توانبخشی موضوع مهم روز بود و بخش قابل توجهی از این درمان به ریشه های اعتیاد در دوران کودکی معطوف بود. برنامه های 12 مرحله‌ای که معتادان به الکل را مد نظر داشت اکنون توجه خود را به بازماندگان چنین خانواده هایی معطوف می کند. یعنی افراد بالغی که در کودکی در خانواده معتاد بزرگ شده اند. این برنامه اکنون گسترش یافته و بازماندگان هر گونه خانواده ناهنجار را در بر می گیرد و حمایت می کند. متخصصان تخمین زدند که 95% از جمعیت این کشور در دوران کودکی حمایت خانوادگی کافی و مناسب را نستانده‌اند و این امر نشان می‌دهد که چرا برنامه‌های بازماندگان خانواده‌های ناهنجار چنین محبوبیتی یافته است. تقریباً همه ما تا اندازه‌ای به شفای کودک درون خیش نیازمندیم. آمارهای اخیر نشان داده است که از هر 4 کودک یک کودک به نحوی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. دکتر آلیس میلر نیز در کتاب تکان دهنده‌اش به خاطر مصلحت خودتان شقاوت پنهان در پرورش کودک و ریشه های خشونت واقعیت عریان خشونت گسترده بر ضد کودکان و تأثیر نامطلوبش را در مراحل بعدی زندگی آنها آشکار کرده است. بر اساس تجربه شخصیم به عنوان مربی کودکان خردسال و متخصص هنردرمانی دریافتم مادامی که زخمهای کودک درون خود را شفا نبخشیم نمیتوانیم مسئله سوء استفاده از کودکان را در فرهنگ خیش ریشه‌کن کنیم. به این معنا که اگر از سوء استفاده از کودک عالم درون خودمان باز نیستیم هرگز نخواهیم توانست بیماری مصری سوء استفاده از کودکان عالم بیرون را علاج کنیم. اما چگونه مسئله شفای کودک درون به کسی که در کودکی به شدت مورد سوء استفاده قرار نگرفته ارتباط می‌یابد؟ معتقدم همه ما برای بقا در جهانمان تا حدودی کودک درون خود را نفی کرده ایم و این نیز سوء استفاده محسوب می شود. عملاً غیر ممکن است که در روزگار ما که زمانه اعتیادها و جنایات و جنگها و حتی تهدید و تخریب محیط زیست است کودک درون در اعماق وجودمان مدفون نشده باشد. جهان ما برای بخش حساس و آسیب پذیر وجود من جای امنی نیست. اما همچنان که در سراسر این کتاب خواهید دید، کودک درون کانون هستی ماست. زیرا ضمیر حسی و احساس کننده ماست.
زیرا برای من ذوق و شوق و انرژی به ارمغان می آورد. هیچ یک از ما به عنوان فردی بالغ نمی تواند بدون زنده کردن و در نتیجه شفا بخشیدن کودک درون خیش در زندگی خوشبخت و کامل باشد. اما چگونه کودک درون خود را شفا بخشیم؟ نخست با یافتن و شناختن و سپس با تجربه آن، و این کاری است که در فصل دوی این کتاب به آن خواهیم پرداخت. وقتی با کودک درون خیش روبرو می شویم، اغلب اوقات در می یابیم که نیازهایش نیاز به محبت و امنیت و اعتماد و احترام و هدایت برآورده نشده است. یعنی شاید غیاب این اوضاع و شرایط اساسی در کودک درون ما حالت مزمن استراب و ترس و شرم و خشم و نومیدی ایجاد کرده باشد. بازگشت مکرر مشکلات عاطفی و جسمی در فرد بالغ نشانه آن است که کودک درون می خواهد سخن بگوید. وقتی نیازهای انسان برآورده نشود، فرد در معرض این خطر قرار می گیرد که نسبت به خودش یا دیگران رفتاری آکنده از سوء استفاده در پیش گیرد و عملا در همه جنبه های زندگیش مشکلاتی ایجاد کند. واقعیت شناخته شده دیگر این است که خشونت در خانواده نیز سلسله ای از واکنش ها را به وجود می آورد. زیرا کودکانی که در چنین خانواده های زندگی می کنند معمولا وقتی بزرگ می شوند با فرزندان خود به همین شیوه خشونت آمیز رفتار می کنند. آنگاه این تسلسل به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. مشاهدات نشان می دهند که اغلب اوقات فرزندان معتادان نیز معتاد می شوند، اگرچه شاید نوع اعتیاد تفاوت پیدا کند. مثلا شاید مادر معتاد به الکل صاحب پسری معتاد به مواد مخدر شود. هرچند الگو همان الگو است، خشونت و اعتیاد همچون گردابی حائل شخص را پایین می کشد و به حلقه خود فرو می برد و از نسلی به نسل بعد انتقال می یابد و اکنون در جامعه ما حالت مصری پیدا کرده است. به عنوان افرادی بالغ چگونه می توانیم جهان خود را بر پایه و اساس متزلزل کودکی وحشت زده و منزوی بنا کنیم که نیازهای اساسیش هیچگاه برآورده نشده است؟ این امر ممکن نیست. دیر یا زود بحرانی روی می دهد. یک بیماری یا طلاق یا از دست دادن ناگهانی به کار یا مشکلی مالی و آنگاه کل ساختار از هم فرو می پاشد. آن وقت نقابی که فرد بالغ به چهره زده ترک می خورد و در اینجاست که بعضی از افراد به درون خیش رو می کنند تا زندگی خود را بیازمایند و دیگر بار مورد ارزیابی قرار دهند. شاید این افراد از درمانگران و کتاب‌های خودیاری مدد جویند یا به گروه‌های حمایتگری بپیوندند که بتوانند در آنجا تصدیق یا نمایان ساختن کودک درون خود را که آسیب دیده است ایمن سازند. اگر آنچه خواندید داستان زندگی شما نیز هست، پیشنهاد می کنم این کتاب را بخشی از برنامه روزانه تان سازید و در کنار مشاوری ماهر و گروهی حمایتگر به انجام تمرین های آن بپردازید. در تنهایی و انزوا نمی توان به شفای کودک درون پرداخت، زیرا کودک درون به اندازه کافی تنها مانده است. لازم است که همه ما در طول این راه همراهانی بیابیم، افرادی که متحد شدند از کودک درون خیش مراقبت کنند. تشکل نظامی حمایتگر پایه و اساسی برای روابطی به راستی مهرآمیز ایجاد می کند.
به یاد آورید که فقط خودتان می توانید دیگر بار پدر و مادر کودک درون خیش باشید و هیچ کس دیگر نمی تواند مراقبت از او را به عهده گیرد. فقط خودتان مسئول تشخیص نیازهای کودک درونتان و برآورده ساختن آنها هستید. پس اگر در همه جایگاه‌های نادرست مهر و محبت را جسته اید، مثلا اگر خواستید به جای خودتان یک نفر دیگر از کودک درونتان مراقبت کند، این کتاب می تواند کمکتان کند. ضمناً می تواند به شما یاری کند تا از نجات دادن کودک درون وانهاده و سوء استفاده شده دیگران بازایستید. زیرا هر فرد مسئول مراقبت از کودک درون خیش است. تجربه کودک درون. این روزها بسیار درباره پرداختن به کودک درون می شنویم. بسیاری از هنرمندان به هنگام تمرین با گروه‌ها و افراد کار با کودک درون را در برنامه‌های خود می‌گنجانند و کلاس‌های بسیار درباره این موضوع برگزار می‌شود. با این حال در سخنرانی‌ها و سمینارهایم از بسیاری از افراد می‌شنوم که مفهوم واقعی کاروبار کودک درون را در نمی‌یابند. کتاب‌های متعددی در این باره خواندند، به داستان‌های بسیاری از افراد گوش فرا دادند و ترس‌ها و مصایب دوران کودکی خود را نیز در انواع و اقسام روش‌های درمانی یا گروه‌های پشتیبانی بیان کرده و در میان گذاشتند و با همه اینها همچنان سردرگمند و نمی‌توانند کودک درون خیش را احساس کنند و در زندگی روزمرهشان عیان سازند. بسیاری از افراد گفتند که سرانجام به هنگام تمرین در کلاس‌هایم برای نخستین بار توانستند کودک درون خود را تجربه کنند. در واقع همین افراد مشوقم بودند تا روش‌های شفای کودک درون را به صورت کتاب درآورم. سخن گفتن درباره کودک درون یک چیز است و تجربه آگاهانش به صورت حضوری زنده و راستین چیز دیگر. مادامی که چون طفلی خردسال نشویم شفا نخواهیم یافت. مادامی که در فضای امن به حال و هوای کودک وارد نشویم، کودک درون گوشه‌گیر و تنها به جا خواهد ماند. مادامی که احساسهای کودکوار و حساسیت و حس شگفتی و سرزندگی خود را باز نیابیم، کودک درون ما همچنان زخمی خواهد زیست. اما چگونه پی ببریم که کودک درون ما زنده و حاضر است؟ هرگاه که احساسی داریم، زیرا کودک درون خیشتن عاطفی ماست، هرگاه احساس شادی یا اندوه یا خشم یا ترس یا علاقه می کنید، این کودک درون شماست که خود را نمایان ساخته است. هرگاه به راستی احساساتمان را احساس می کنیم، اجازه می دهیم که کودک درونمان حضور داشته باشد. همچنین هرگاه بازیگوش یا خودانگیخته یا خلاق یا شهودی هستید و تسلیم ضمیر معنوی خود می شوید، کودک درونتان فعال است. تجربه این حالات معمولاً حضور با کودک درون خود خوانده می شود. تمرین های این کتاب با شیوهی طراحی شده اند که بتوانید در فضای امن تجربه های دست اولی از کودک درون خود به دست آورید. از طریق نقاشی و نگارش و هنرهای خلاق و بازی، ندای کودکی را که در درونتان سکنا دارد خواهید شنید. نیازها و آرزوهایش را کشف خواهید کرد. همچنین خواهید آموخت والدین مهرآمیز درونتان را فعال کنید تا بتوانید
از کودک درونتان مراقبت و حمایت لازم را به عمل آورند و چون هیچ کودکی در خلأ زندگی نمی کند، کودک درون ما نیز خود به خود یا تصویر والدین درونی مثبت و حمایتگری را خواهد کشید یا والدین ایرادگیر و مسامکاری را که مدام انتقاد می کنند. اگر به این امر آگاه نباشیم، خود به خود آن شیوه از مراقبتی را که در کودکی ستانده ایم تکرار می کنیم، یعنی به شیوهی برای خودمان پدری یا مادری می کنیم که قبلا در حق ما صورت گرفته است. به هر جهت اگر آن شیوه از پدری یا مادری کردن را که از این پس آن را مراقبت می خوانم دوست نداریم، این حق انتخاب را داریم که آن را عوض کنیم، یعنی می توانیم میان اعضای خانواده درون خیش اتصالی مهرآمیز ایجاد کنیم و زخم‌های دوران کودکیمان را شفا بخشیم. به عبارت دقیق‌تر می‌توانیم خودمان پدر و مادر خودمان باشیم. کودک از نظر روانشناسی پدر انسان است. از این رو شفای درون راهی است تا از نو آغاز کنیم و زندگیتان را شفا بخشیم. ضرب المثلی وعده می دهد که برای برخورداری از یک کودک شادمانه هیچگاه دیر نیست. برای برخورداری از یک کودکی شادمانه هیچگاه دیر نیست. تجربه شخصی هم و همچنین مشاهده افرادی که به طرزی موفقیت آمیز والدین خود شده اند و مسئولیت مراقبت از خود را به عهده گرفته اند گواه این امر بوده است. کشف کودک درون خودم. پیش از آن که اصطلاح کودک درون را بشنوم، کودک درونم بران شده بود که از طریق یک بیماری جسمی فریادش را به گوشم برساند. آنقدر وانهاده مانده بود که برای جلب توجهم چاره نداشت جز این که مرا به حالی بیندازد که قادر به انجام هیچ کاری نباشم. عوارض آن فرسودگی شدید و سردرگمی بود. رشته ای از اشتباهات پزشکی نیز که به هنگام تشخیص نادرست بیماریم آغاز شد بر وخامت وضعیتم افسود. در نتیجه داروهایی که برایم تجویز شده بود به سلسله ای از واکنش های ناشی از عوارض جانبی انجامید. در تمام این مدت کودک درونم می دانست که از مرضی مهلک رنج می برم. اما او نیز مانند بیشتر کودکان که در چنین مواردی نمی دانند چگونه آنچرا که می دانند بیان کنند، برای بیان آنچه که در اعماق وجودش می دانست کلمات مناسب را نمی یافت. هنگامی که پزشکان کلمات طویل لاتین را به کار می بردند، با سرمای حرفه‌ای خود با من رفتار می کردند و هر بار داروی تازه‌ای را تجویز می‌کردند، کودک درونم از شدت هراس در اعماق ژرف‌تری فرو می‌رفت و در خفا رنج می‌کشید. مدتی کوشیدم نداهایش را نادیده بگیرم. می‌کوشیدم برای درمان پزشکی نادرستی که می‌ستاندم با منطق تراشی عذر و بهانه‌ای پیدا کنم. می‌خواستم معتقد باشم که پزشکان می‌دانند چه می‌کنند، هرچند که واقعیت خلاف این را نشان می‌داد. در این اثنا نوشتن خاطرات روزانه‌ام را آغاز کرده بودم. همچنین کتاب‌هایی می‌خواندم که تأثیر زیادی بر من می‌نهاد. خاطرات آنایسنین نشانم داد که نگارش عالم درونی احساسها عملاً میتواند بر زندگی بیرونی شخص تأثیر بگذارد.
همچنین کتاب انسان و سمبولهایش اثر کارل گوستاو یونگ الهام بخش من شد تا احساساتم را در دفتری نقاشی کنم. هنری که در این زمان بیرون می تروید آشکارا از ناخودآگاه هم برخواسته و به طرزی شگفت از ویژگی های اسرارآمیز لبریز بود. گویی به زبانی بیگانه می نوشتم، سرشاد از نمادهایی که از نظر عقلی قادر به فهم آنها نبودم، اما مستقیماً با روح هم سخن می گفتند. پس از این نقاشی ها همواره احساس می کردم که حالم از نظر جسمی و عاطفی بهتر شده است. در این نقاشی که از نخستین نقاشی های آن دوران است، کودکی در زیر خاک نمایان می شود که مانند جنین دولا شده و خودش را جمع کرده است. اشک‌های اندوهناکش به ریشه های درختی آب می رساند که طوفان‌ها قلب درونش را شکست و دو شقه کردند. اما در دور دست های آسمان پروانه نوید آغازهای تازه‌ای را می دمد. وقتی این طرح را می کشیدم اصلا نمی دانستم چه می کنم یا به چه دلیل آن را کشیدم. تصاویر به طرزی اسرارآمیز بر صفحه کاغذ پدیدار می شدند. گویی دستم آنها را خود به خود می کشید یا الهامشان از جای دیگر می آمد. نمادها از زوایای بسیار ژرف و پنهان ضمیر ناهوشیارم برمی خواستند. این فرایند نگارش که با استاب ضمیرم بود مرا به سوی درمان سوق داد. نزد درمانگری رفتم به نام خانم باندرلایت و در همان جلسه نخست به مفهوم تحلیل رفتار متقابل با کودک درونم آشنا شدم. به هنگام تمرین ایفای نقش ها به هنگام تمرین ایفای نقش ها دریافتم که کودک درونم آکنده از خشم و غضب نسبت به پزشکانی است که در تشخیص بیماریم اشتباه کرده بودند و با تجویز داروهای نادرست خود مرا تا لبه پرتگاه مرگ کشانده بودند. در تمرین دیگری از ایفای نقش ها به والد حمایتگری تبدیل شدم که با زبانم نوزادی خیالی را در آغوش می فشرد. هنگامی که شروع به لالایی خواندن کردم پی بردم نوزادی که در آغوشم بود خودم هستم، خویشتن تازه‌ای که متولد می شد. تجربه ای عمیقا قدرت بخش بود. می دانستم دیگر خودم را به تنبلی و درمان نادرست پزشکی تسلیم نخواهم کرد. در نتیجه وقتی درمانگرم خانم دکتر به راستی دلسوز و مهربانی را توصیه کرد که طب پیشگیری را به کار می گرفت، بیدرنگ با او تماس گرفتم و این گام مهمی به سوی شفایم بود. در جلسه بعدی درمان کودک درونم تشویق شد تا دیگر بار سخن بگوید و این بار به صورت نوشتن خانم باندررایت مرا مقابل صفحه کاهی بزرگی بر زمین نشاند و دستی که بر آن تسلط نداشتم در دست چپم یک مداد گچی بچه های کودکستانی را گذاشت و به من گفت که با خودم قراردادی ببندم بر این اساس که چگونه آنچه را که در جلسات درمان می آموزم در زندگی روزانه ام به کار خواهم بست. همین که خواستم با دست چپ و دست نامسلط خود بنویسم به 4 یا 5 سالگی بازگشتم. احساس کردم کودکی خردسالم که تازه می خواهد نوشتن یاد بگیرد و کودک درونم نوشت. به خودم اجازه می دهم که کودک درونم نمایان شود و می گذارم
که احساساتم را احساس کنم و بگویم که من خوب هستم. وقتی جلسه را ترک می کردم، سالها بود که تا آن اندازه احساس سبکی و نیرومندی نکرده بودم. سرانجام کودک درونم آزاد شده و اجازه یافته بود که سخن بگوید. احساس می کردم باری سنگین از روی شانه هایم برداشته شده است. پس از 4 سال دست و پنجه نرم کردن با بحرانهای شخصی و فشارهای زندگی خانوادگی و دوندگیهای کار و توجه به نیازهای هر کس جز خودم، عاقبت به درون رفتم و کودک درونم را در آغوش گرفتم. کمبود انرژی و فضاهای مهالود سنگینی که ماها دست به گریبانش بودم ناگاه از میان برخاست. تماس با کودک درونم در آن جلسه تأثیر زیادی بر سلامت جسمانیم گذاشت. در آن جلسه درمانگرم به من توصیه کرد که علاوه بر کار برد طب پیشگیری، شیوه پرستاری از خود را به بیمارانش می‌آموخت. پس از ترک جلسه ندای کودکانه‌ای به من گفت که بیدرنگ به دکتر لای تلفن کنم. کنار باجه تلفنی توقف کردم و از دکتر لایت خواستم که در اولین فرصت برایم وقت ملاقات بگذارد. چند روز بعد که به قرار ملاقات رفتم، متوجه شدم که او علاوه بر وضع جسمانیم به احساساتم هم توجه می کند. کاری که سایر پزشکان هرگز نکرده بودند. او با احترام با من رفتار می کرد. کودک درونم سرانجام مجالی یافت تا بیاساید و احساس ایمنی کند. هم دکتر لایت و هم درمانگرم باند رایت به اهمیت نوشتن به عنوان بخش از اهمیتی از فرایند شفایم از آن داشتند. اعتباری که آنها به کشفم بخشیدند و همچنین تجربه خودم برایم بسیار پرمعنا بود. نیرو و شور و شوقم به زندگی بازگشته بود. چند هفته بعد چنان احساس سلامت کردم که توانستم به عنوان هنرمند کارم را از سر بگیرم. با این فکر که درمان یافتم، هیجان زده به برنامه ریزی پروژه هنری تازه‌ای پرداختم. اما چندی از آغاز آن پروژه نگذشته بود که الگوی ذهنی کهنه انتقاد از خود و تحمیل فشار به خیشتن که خود از ابتدا موجب بیماریم شده بود، انتقام جویانه بازگشت. یک روز که در دفترم در حال نوشتن بودم، ندای نکوهشگر درونم بر سرم باریدن گرفت که باید سر کارت برگردی. به سرعت کافی حرکت نمی کنی. آنقدر که باید خوب نیستی، شکست خواهی خورد. دست چپم بی هیچ هشدار قلم از دست راستم رو بود و این تصویر را کشید و این پیام را نوشت. مرا زیر فشار نگذار، بگذار به شتاب دلخواهم پیش روم. آنچه پیش آمد گفتگوی زنده میان دست راست و دست چپم بود. میان والد نکوهشگرم و یک کودک درون بسیار جسور. همانطور که توجه خواهید کرد، شیوه نگارش دستی که بر آن تسلط ندارید متفاوت است. دست چپ: چرا اینقدر بی صبری؟ دست راست: چون از انتظار خسته شدم. احساس می کنم در زندانم. دست چپ: پس به نقاشی هایی که کرده ایم نگاه کن، پیش از این که چنین چیزهایی وجود نداشت. دست راست: می دانم، اما به نظر نمی رسد که اتفاق بزرگی افتاده باشد. وقتی به دوروبرم نگاه می کنم، احساس می کنم که نادانم. ما بقیه نقاشان
مهارت ویژه‌ای دارند. این والد لعنتی است که سخن میگویند. تو آنقدر احمق و غیر حرفه‌ای هستی که نمیتوانی در تصاویرت پرسپکتیو را رعایت کنی. به کار سابقت برگرد. همان چیزهایی را بکش که در گذشته میکشیدی. حرکت کن، حرکت. به کار تازه ای دست بزن. میخواهم تو را تکان بدهم و به تحرک وادارم. شتاب کن. دست چپ. وقتی با من این طور رفتار میکنی از تو متنفر میشوم. دیگر تحقیرم نکن. من زیبا هستم و زیباییم میبالد و نیروی من هم افزایش پیدا میکند. همیشه در حال رشد خواهم بود و هیچ چیز نمیتواند مرا متوقف کند. آنگاه دست راستم از جانب نظارگر درونم نوشت: در حفره گیر کردن احساسی چون حبس شدن در تاریکی، منتظر ماندن برای تولد در نور و انتظار تا زمان تولد به طور طبیعی فرا رسد، بی هیچ زور یا فشار، فقط آسوده بر جا ماندن و اجازه دادن به زندگی تا به طور طبیعی پیش برود و اجازه دادن به خودم تا به طور طبیعی پیش بروم. پس از نوشتن این گفتگو چه احساس آسودگی عجیبی کردم و عجب کشف شگفتی. کلید کنار آمدن با ندای نکوهشگر و سلطجو را که در درونم میزیست یافته بودم. مثل این بود که افسانه پریان خودم را تماشا می کردم. کودک درونم با نشان دادن واکنش طبیعیش نسبت به انتقاد و فشار خودش را از طلسم زن پدر بدجنس والد نکوهشگر درون آزاد کرده بود. وقتی مطالب بالا را با دستی که بر آن تسلط داشتم یعنی دست راستم می نوشتم، احساس آرامشی از درونم می جوشید که بسیار زیبا بود. آنگاه پی بردم که مادر رویایی و افسانه‌ای خودم را در درونم یافتم. گفتگو میان دست و راست و چپم، میان والد و کودک، سبب شد نسبت به بیماریم دیدگاه تازه‌ای پیدا کنم. یا بازخوانی گفتگو توانستم از خودم فاصله بگیرم و شاهد کشمکش درونم باشم. عدم فعالیت ناشی از بیماری و بستری بودنم این احساس را ایجاد کرده بود که زندانی شدم. ناگهان به اهمیت بیماریم پی بردم. بیماریم بخشی از تولد در نور بود و هنگامی که این کلمات را می نوشتم که تا زمان تولد به طور طبیعی فرا رسد و جنین قوس کرده ای را می کشیدم که در حال تولد بود، یک دگرگونی ناگهانی پدید آمد. می توانستم ندای این مادر سحرانگیز درونی و رئوف و حمایتگر را احساس کنم که در طی این تولد تازه هدایتم خواهد کرد و با چه لحن تسکین دهنده ای می گفت: بی هیچ زور یا فشار، فقط آسوده بر جا ماندن و اجازه دادن به زندگی تا به طور طبیعی پیش برود و اجازه دادن به خودم تا به طور طبیعی پیش بروم. البته والد نکوهشگر درون برای ابد میدان را خالی نکرده بود، اما اکنون برای کنار آمدن با آن ندای عیبجو ابزاری در دست داشتم تا هرگاه که باز میگشت از پس آن برایم. بعد از تشخیص ندای نکوهشگر، تنها کاری که میبایست میکردم این بود که اجازه دهم کودک درونم احساساتش را ابراز کند و بداند همان گونه که هست بسیار خوب است. چند هفته از این گفتگوی نوشتاری نگذشته بود که بیماریم کاملا بهبود یافت. تصادفاً سالها بعد
شهود کودک درونم درباره ماهیت بیماریم مورد تصدیق قرار گرفت. یک متخصص که با معاینه عنبیه چشم بیماری را تشخیص می‌داد به من گفت که از بیماری وخیم و مهلکی رنج می‌کشیدم که بر کلاژن یا بافت همبند بدن تأثیر می‌گذاشت. همچنین مشاهده کرد که کاملاً بهبود یافتم. پس از بازگشت به حرفه‌ام به عنوان طراح و هنرمندی در بازار کار آزاد، آشکار شد که آن کار دیگر متعلق به قلبم نیست. شاید بیان دقیق‌تر این باشد که کودک درونم شور و شوق هنر تبلیغاتی و تجاری را که به آن اشتغال داشتم از دست داده بود. تنها کاری که می‌خواست انجام بدهد نگارش و نقاشی عالم درونی احساسات و شهود بود. البته والد نهکوهشگرم در عذابی علیم به سر می برد و باور داشت که این نوع هنر و نگارش شخصی نازیبا و اتلاف وقت است و نمیتواند زندگیم را تأمین کند. خوشبختانه در چنین مواقعی صدای کودک درون را بالا می بردم و از ندای قلبم پیروی می کردم و سرانجام درمانگر و متخصص هنر درمانی شدم. با پیشرفت حرفم شفای کودک درون هسته اصلی و موضوع کارم شد. آگاهانه آن را برنامه ریزی نکرده بودم. خودش به این شیوه پیش آمد. پیوسته پی می بردم. مراجعانم هر کس که باشند گویی همه راه ها ما را به مسئله کودک درون باز می گرداند. در نتیجه به گردآوری فنونی پرداختم که در شفای خودم نقشی کانونی داشتند و شیوه کاربرد آنها را به دیگران آموختم. این روش ها شامل نقاشی و نگارش و بازی و حرکت و نمایشنامه و گلبازی و مجسمه سازی و سایر فنونی است که در این کتاب می‌خوانید. ابزار مراقبت از کودک درون، نقاشی. افرادی که هوشیارانه مراقب یا تربیت بچه ها را به عهده داشتند می دانند که زبان طبیعی کودک هنرهای خلاق است. با ایجاد محیطی سالم و هدایت بزرگسالانی حمایتگر، کودکان به طور خودانگیخته از راه هنر هستی خیش را بیان و عیان می کنند. لزومی ندارد کسی به کودکان خردسال بگوید که بیان خلاق سرشار از شادی و تفریح و سبب می شود نسبت به خودشان و جهان احساس مطلوبی داشته باشند. بچه های کودکستانی بدون تشویق و آموزش نیز نقاشی و خانه‌سازی و گلبازی و نمایش‌بازی می‌کنند و با شور و شوق آواز می‌خوانند. به هنگام تعلیم آموزگاران و مشاهده کودکان خردسال در مدارس سراسر آمریکا از هر طبقه یا سابقه اجتماعی و اقتصادی پی بردم که کودکان به رغم تعلق به هر نژاد یا هر ناحیه یا داشتن هر نوع ظاهر و قیافه در یک ویژگی مشترکند و آن زبان هنر است. پس چه جای تعجب اگر به هنگام رشد و پرورش کودک نقاشی پیش از نوشتن می آید. در واقع هنر درمانی در مورد کودکانی به کار می رود که نمی توانند احساساتشان را بیان کنند. آنچه را که نمی توان بر زبان آورد اغلب اوقات می توان به شیوهی عمیق‌تر در هنر نمایان ساخت و حتی اگر کودکی دارای فصاحت و بلاغت باشد نیز گاه کلمات کافی نیستند.
چه کسی میتواند معنای دقیق دستخط درشت و سیاه و کج و موج کودک را به کلام درآورد؟ تماشای کودکی که خشم و غضب یا ترس محبوس خود را با مدادهای گچی یا گل مجسم سازی بیرون می‌ریزد، تجربه است که بیننده را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس تصادفی نیست اگر کودک درون نیز احساسات و نیازهایش را از طریق هنر آسان‌تر بیان و عیان کند. در کلاس‌هایم یکی از مستقیم‌ترین و خوشایندترین راه‌های دستیابی به کودک درون نقاشی بوده است. نقاشی انسان‌ها را از چارچوب ذهنی مستدل و بالغ و تحلیلی آنها بیرون می‌آورد و به حال و هوای کودک فرو می‌برد. می‌دانیم که بخش عمده نقاشی از نیمه راست مغز می‌آید. گویی کنش تخصصی این بخش مغز ادراک بصری و فضایی و همچنین بیان عاطفی و شهودی است. آنچه اغلب فراموش می‌کنیم این است که کودکان خردسال به دلیل طبیعتشان بسیار معطوف به مغز سمت راست هستند. به همین علت درشت درشت نوشتن و نقاشی برای آنها تا این اندازه طبیعی است. اگرچه کامروایی از مغز راست و فعالیت چند حسی از طریق مراقبت محدود کننده والدین و نظام آموزشی معطوف به مغز چپ که به طرز غیر عادی بر منطق شفاهی و از حفظ کردن مطالب تأکید می‌ورزد می‌تواند بسته شود و فروکش کند. زیرا به استثنای ورزش، برنامه‌های آموزشی مربوط به فعالیت‌های مغز راست نخستین چیزی است که از بودجه مدارس حذف می‌شوند. همه این واقعیت را می‌دانند که هنر تخم چشم دروس مدرسه نیست. هنگامی که هنر از نظام آموزشی حذف شود، کودکان یکی از قدرتمندترین و خوشایندترین ابزار بیان نفس خود را از دست می دهند و همچنان که در مدرسه پیش می روند، پیوسته ناگزیر می شوند که ندای کودک درون احساسات و بازیگوشی و خویشتن خلاق خود را انکار کنند. این انکار ما را با مسئله دیگری نیز مواجه می کند. این باور فراگیر که تنها معدودی از افراد با استعدادند و می توانند از طریق هنر خویشتن را بیان کنند، ما بقی نیز حتی حق نداریم به فکر هنر بیفتیم، این باور خطا حق مسلم و طبیعی بیشتر مردم را که از طریق هنرهای خلاق کودک درون خیش را عیان سازند از دستشان رو بوده است. واقعیت این است که همه می توانند نقاشی کنند یا از طریق حرکات موزون و موسیقی و سایر هنرها خیشتن را بیان و عیان کنند. این والد نکوهشگر درون ثمره شستشوی مغزی جامعه است که نمی گذارد محض خاطر تفریح به فعالیت‌های هنری بپردازیم. این ندای نهوکوهشگر درون است که می‌گوید اشتباه خواهی کرد، احمق به نظر خواهی رسید، هنرت نازیباست، خدا به تو رحم کند. آیا این سخنان شبیه صدای پدر یا مادر یا معلم مدرسه‌ای نیست که بچه را تحقیر می‌کند؟ اگر همه اینها به طرز دردناکی برایتان آشناست، اگر این پیکار در سر خودتان نیز گذشته است، پس دل و جرأت به خرج دهید. در یکی از فصل‌های بعدی درباره انتقاد و داوری درونی که سبب می‌شود نگذاریم کودک درون خودش را نمایان سازد گفتگو خواهیم کرد. همچنین به سوی چند تمرین نقاشی و فعالیت‌های
هنری ساده هدایت خواهیم شد که به این منظور طراحی شدند که کودک درونتان خودش را بروز دهد. وقتی به خود اجازه می دهید که با وجود تردیدهایی که نسبت به خودتان دارید و به رغم انتقاد درونی نقاشی کنید، دیگر بار زبان کودک را می آموزید. زیرا اگر می خواهید به پیشواز کودک درونتان بروید، چه بهتر که در نیمه راه او را ملاقات کنید. زبان پیچیده و عقلانی افراد بالغ ما را از قلب کودک درونمان دور می کند. حالان که وقتی تصویر احساساتمان را می کشیم، به زبان کودک درونمان سخن می گوییم. این نقاشی ها را افراد بالغی که در کلاس هایم شرکت کردند کشیدند. اوایل حرفه هنردرمانیم فرایند نوشتن با دست راست و چپ را که در طول نگارش خاطراتم کشف کرده بودم با مراجعانم در میان نهادم. چندی نگذشت که آشکار شد این فن به همه کمک می‌کرد تا کودک درون خود را تجربه کنند. گویی در قیاس با آن نوع هنردرمانی که صرفاً به فعالیت هنری توجه می‌کرد، به سطوح ژرف‌تری از احساسات و خاطره ها می رسیدند. شاید یکی از توجهاتش این باشد که کج و موبج بودن و عدم کنترلی که به هنگام نوشتن با دستی که بر آن تسلط ندارید تجربه می کنید، عملا شما را در حال و هوای کودک درون قرار می دهد. کودک خردسالی را مجسم کنید که تازه دارد می آموزد بر روی کاغذ خط بکشد و می کوشد که مداد را در دستش نگاه دارد. بسیاری از افراد بالغ می گویند که وقتی با آن یکی دست خود می نویسند یا نقاشی می کنند همان حال را دارند. اکنون کودکی بزرگتر را مجسم کنید که می کوشد کلمات معنیدار را بنویسد تا اندیشه ها و احساساتش را به دیگران منتقل کند. برای کودک خردسال این توانازمایی بزرگ و دشواری است. بسیاری از افراد بالغ وقتی نوشتن با دست آموزش نیافته را آغاز می کنند به همان تجربه باز می گردند. املا و دستور زبان آنها نیز شبیه کودکی خردسال می شود. این امر حتی در مورد افرادی که بسیار تحصیل کردند و به طور عادی از مهارت‌های کلامی پیچیده استفاده می‌کنند نیز صدق می‌کند. با مشاهده مکرر این پدیده در کلاس‌هایم و نظاره هزاران فرد بالغ از هر سن و سالی بلایم آشکار شده است که با آن بخش از مغز و روان تماس پیدا می‌کنیم که کودک در آن سکنا دارد. اغلب اوقات در برابر نوشتن با دستی که بر آن تسلط نداریم مقاومت می‌ورزیم. بر این باوریم که نمی‌توانیم با دست دیگر بنویسیم. به همین دلیل هیچ وقت این کار را نمی‌کنیم. دستی را که بر آن تسلط نداریم عقب مانده می‌انگاریم. عقب مانده هم هست. هیچ آموزش و تمرینی نداشته است. دستی که بر آن تسلط نداریم به علت عدم استفاده پس رفته و از بد و عم منجمد مانده است. تناقض اینجاست که همان دست دیگر عقب مانده می تواند ما را به سوی کودک درون خیش هدایت کند. شاید اینکه چرا کودک درون از طریق دست دیگر چنین طبیعی سخن می گوید دلایل روانشناختی نیز داشته باشد. وقتی تعلیم این روش را آغاز کردم یکی از شاگردانم گفت که با راجر اسپری از پیشگامان پژوهش درباره مغز راست و مغز چپ گفتگویی داشته است. وقتی شاگردم به دکتر اسپری گفته بود که می آموزد از طریق نگارش با دستی که بر آن تسلط ندارد بخش خلاق و عاطفی وجودش را کشف و تجربه و عیان کند، او پاسخ داده بود نیمه راست مغزت را می گشایی. اظهار نظر دکتر اسپری چنان توجه هم را جلب کرد که تصمیم گرفتم درباره مغز تحقیق کنم. معتقدم پژوهش درباره کنش مغز و کشف و شناخت کودک درون کاملا به یکدیگر مرتبطند. از این رو می‌خواهم اندکی درباره آن گفتگو کنم.
ارتباط مغز با دست و کودک درون. هر نیمه مغز انسان سمت مقابل جسم را کنترل می کند. یعنی نیمه راست مغز طرف چپ بدن و نیمه چپ مغز طرف راست بدن را کنترل می کند. از قرار معلوم هر نیمه مغز به کنش های معینی می پردازد. مغز چپ کنترل مراکز کلامی را به عهده دارد و فرایند تجزیه و تحلیل و زبان شفاهی را کنترل می کند و به صورت بخش خطی و منطقی و عقلانی مغز توصیف می شود. حال آنکه مغز راست عمدتاً با فرایند غیر کلامی سر و کار دارد و ادراک بصری و فضایی و همچنین بیان عاطفی و شهودی را در بر می‌گیرد. مشاهداتم نشان می‌دهد که نوشتن با دستی که بر آن تسلط نداریم مستقیماً به کنش‌های مغز راست دسترسی پیدا می‌کند. این پدیدار هم درباره راست دست‌ها و هم درباره چپ دست‌ها صادق است. همان گونه که خواهیم دید، این دست بسیار مستقیم‌تر و شدیدتر احساسات را بیان و عیان می‌کند. همچنین به سطوح ژرف‌تر غرایز و حافظه عاطفی که برای شفای کودک درون امری حیاتی است دست پیدا می‌کند. به هنگام نگارش گفتگو میان کودک، دستی که بر آن تسلط نداریم، و والد درونی بالغ، دستی که بر آن تسلط داریم، گویی میان دو نیمه مغز گفتگویی را برقرار می‌سازیم. مشکل کنونی ما این است که بخش عاطفی مغز که در قسمت درونی تر مغز نیز قرار گرفته، اغلب اوقات از هوشیاری آگاهانه ما مخفی می‌ماند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهند که فنونی برای سبسازی وجود دارد که موجب می‌شود شخص تجربه‌های ناخوشایند کودکی را به خاطر نیاورد. کودک درون که بخش عاطفی وجود است، برای حفظ بقا به درون گنجه می‌رود و در آن بسته می‌شود. اگرچه شفا زمانی رخ می‌دهد که در را می‌گشاییم و از کودک درون می‌خواهیم که بیرون بیاید و جزئی از زندگیمان شود، و این امر برای چنین موجود شکننده‌ای فقط در فضای ایمن و سرشار از حرمت و حمایت می‌تواند پیش بیاید. تکنیک‌های این کتاب به شیوه‌ای طراحی شدند که در آفرینش این فضای امن و آکنده از اعتماد که برای شفای کودک درون حیاتی است به شما کمک کنند. یکی از فنون نگارش که در سراسر کتاب به کار خواهید برد، گفتگو با هر دو دست است. در این گفتگوها با دستی که بر آن تسلط دارید و به طور عادی با آن می نویسید، سوالهایتان را می پرسید و کودک درون شما از طریق دستی که بر آن تسلط ندارید و به طور معمول با آن نمی نویسید پاسخ خواهد گفت. همان گونه که در گفتگوهای زیر می بینید، کودک با لحن خود سخن می گوید، ساده و مستقیم و اغلب اوقات لبلیز از احساس. تو کی هستی؟ من بچه هستم. چه احساسی داری؟ میخواهم گریه کنم. از بس که همش کار کردم خسته شدم. تو کی هستی؟ خودمم دیگر. چه احساسی داری؟ این احساس را که احمق هستم و دلم میخواهد بازی کنم. اسمت چیست؟ نانسی. چند ساله هستی؟ 2 سال و نیم. دوست داری چه کار کنی؟ با
با دوستانم بازی کنم. تو کی هستی؟ من آنجل هستم. چه احساسی داری؟ احساس می کنم سبک و در حال پروازم. در ابرها زندگی می کنم و همان چیزی هستم که وقتی روزهای ابری به آسمان نگاه می کنی می بینی. من مثل کرک پنبه پفالودم و بازی گوش. جیمی، برای اینکه خوشحالتر باشی چه می خواهی؟ می خواهم بازی و تفریح کنم. دوست دارم توی جنگل بازی کنم. می خواهم شنا کنم. بستنی هم دوست دارم. حتما توجه کرده اید که ثمره تصویری نگارش با دست مسلط با شکل و شمایل نگارش با دست غیر مسلط کاملا متفاوت است. تفاوتی کاملا طبیعی که برخلاف انتظار نیست. زیرا دست مسلط ما بر اثر تمرین و آموزش به نیرومندی و تسلط و چالاکی رسیده است. حالان که دست دیگر که مورد غفلت قرار گرفته سست و لغزان و کودکوار به جا مانده است. در گفتگوهای میان دو دست، دست مسلط و ماهر از جانب بخش بالغ وجود سخن میگوید و در نتیجه بیانگر ندای والدگونه است. از نظر روانشناسی این امر کاملا قابل فهم است. این طبیعت ندای بالغانه و والدانه است که مهارت و تسلط را ارج نهد. به هنگام این گفتگوها والد نکوهشگر اغلب اوقات از شیوه نگارش آهسته و در هم بر هم نامسلط کودک درون کلافه می شود. دست مسلط مانند والدی بی سر با کشیدن قلم از دست نامسلط تا بتواند سریع‌تر و به جای او سخن بگوید می کوشد وضعیت را کنترل کند. این رویداد به خوبی نشان می دهد که در زندگی من چه بر سر کودک درون آمده است. آیا کودک درون زیر سلطه و نفوذ والد درون بی صبر و نکوهشگر من قرار نگرفته است؟ مسئله این است که خیشتن بی صبر و والدگونه نمی داند کودک درون چه احساسی دارد و در نتیجه نمی تواند سخنگوی او باشد. در این گفتگوها مهارت‌های نظیر شیوه نگارش و املای درست و دستور زبان حائز اهمیت نیستند. تنها چیزی که به حساب می‌آید احساس است. پس بکوشید دقیقاً به آنچه کودک درون می‌گوید گوش بسپارید و از صدای آهسته گرانقدرش محسوس شوید. شاید از آنچه برای گفتن به شما دارد به شگفت آیید. چنانچه نسبت به طرز نوشتن کودک درونتان واکنشی انتقادآمیز دارید، کافی است که به واکنش خود توجه کنید و به خاطر آورید که این واکنش از جانب بخش والدگونه نکوهشگر وجودتان است. در فصل 8 درباره والد نکوهشگر به تفصیل بیشتری گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدهید که کودک درون با دستی که بر آن تسلط ندارید به نوشتن ادامه دهد. یکی از سودمندترین جنبه‌های گفتگوی نوشتاری با هر دو دست این است که امکان این تجربه ملموس را فراهم می آورد تا بدانید که با کودک درونتان چگونه رفتار کرده اید. اکنون با آگاهی تازه‌تان می توانید انتخاب کنید که همچنان به شیوه قدیم رفتار کنید یا اینکه رفتارتان را تغییر دهید و کودک درونتان را ارج نهید. بازی و خلاقیت. همه می دانند که بچه ها از طریق بازی می آموزند. از طریق بازی کشف می کنند. به حد و مرزهایشان پی می برند و مهارت های خود را پرورش می دهند.
اگر بدون فشار و انتقاد به بچه ها اجازه بازی داده شود، خلاقیت راستینشان از درون می شکفد. اگر به بچه های مهد کودک و کودکستان توجه کنید، می بینید که اگر به حال خود گذاشته شوند، شروع می کنند به نقاشی و بازی با گل مجسمه سازی و نوشتن با مداد کچی و ساختمان سازی با مکعب‌های رنگی و آفرینش قصرهای جادویی و کشیدن منظره و اختراع جهان خاص خودشان از طریق نمایش و لباس‌ها و نقاب‌های خود. استعاره و تشبیه برای کودکان امری است طبیعی، زیرا بچه‌ها وانمود کردن را دوست دارند. کودکان خردسال نمایش‌هایی را می‌سازند و اجرا می‌کنند و می‌توانند هر چیزی را به ابزار نمایش خود تبدیل کنند. دسته جارو می‌تواند به شمشیر تبدیل شود. در فلزی یک قوطی می‌تواند به جای سپر مورد استفاده قرار گیرد. یک جعبه مقوایی می تواند نقش سنگر را بازی کند. لزومی ندارد کسی لذت بازی خلاق را به کودکان بیاموزد. بازی خلاق یکی از توانایی‌های ذاتی انسان است که خودش را در کودک به بهترین شکل نشان می دهد. حال آنکه جامعه اکسان را به کودکان می آموزد. یعنی به کودکان یاد می دهد که از خلاق بودن دست بکشند، معقول و اهل عمل بشوند. اگر بخواهیم به طور کامل کودک درون را بازیابیم، باید بگذاریم که این خلاقیت ذاتی بیان و عیان شود. این جنبه خلاق کودک درون را اغلب کودک جادویی یا کودک سحرآمیز می‌خوانند که در فصل 10 به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. هنرهای حسی و نمایشی می‌توانند در شفای کودک درون نقش عمده‌ای را ایفا کنند و فعالیت‌های خلاقی که محض تجربه شادی و بدون تحمیل و فشار انجام پذیرند، موجب بازیابی هنرمند درونی می شوند که در طی سالهای رشد خویش گم کرده ایم. بنای زندگی من که ثمره جوشش این کودک خلاق درونی است، تأثیر چنان گسترده و چشمگیری دارد که کلام قادر به بیان آن نیست. برای باور کردنش خودتان باید تجربه اش کنید. در سراسر این کتاب بازی های خلاقی را مشاهده خواهید کرد که برای نمایان ساختن این کودک یا هنرمند وجدآمیز درون که سرشار از شگفتی و کنجکاوی و شادمانی است طراحی شده اند. اوقاتی که به بازی و مجسمه سازی و نقاشی با مداد گچی خواهید پرداخت و بخش بالغ وجودتان را کنار خواهید گذاشت. مدت زمانی را نیز باید برای رقص و حرکات خودانگیخته و اجرای نمایش‌های کودک درونتان صرف کنید و اوقاتی را نیز به اکتشاف جهان اسرارآمیز رویاهایتان اختصاص دهید. در این مقطع شاید والد نکوهشگر درونتان سر برآورد و به کودک درونتان بگوید تو نمی توانی نقاشی کنی، طراحی بلد نیستی، استعداد نداری، آخر سر هم چیزی نمی شوی و در هر صورت نمی خواهم اینجا را شلوغ کنی. اگر این امر رخ داد فقط نظارش کنید، اما نگذارید والد نکوهشگر درونتان شما را از ادامه کارتان باز دارد. اگر لجاجت و سماجت به خرج داد، ایمانتان را محکمتر کنید. در یکی از فصل‌های بعد خواهید آموخت چگونه
با ندای نکوهش و سرزنش کنار بیایید. مهمترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که این فعالیت‌های وجدانآمیز و خلاق قلمروی طبیعی کودک درون است و چیزی بیگانه و عجیب را به خود تحمیل نمی کنید. فقط به کودک درونتان اجازه می دهید که با زبانی فراموش نشدنی سخن بگوید. بیان خلاق زبان مادری واقعی کودک است و همه کودکان این زبان را می فهمند و صحبت می کنند. این میراث حق طبیعی شماست. میراث خود را باز یابید. آنچه را که جوزف کمپیل وجد زنده بودن خوانده است شخصا تجربه کنید، زیرا شور زندگی شادی انگیزترین هدیه کودک درون به شماست. لوازم مورد نیاز: یک دسته کاغذ سفید، یک دسته کاغذ کاهی، ماژیک های رنگی، مداد شمعی یا مداد رنگی، گل مجسم سازی، قیچی، تقویم یا سررسید نامه شخصی، مجلات عکسدار، چسب، پلاستیک های سرانگشتی تا بتوانید انگشت خود را در جوهر فرو ببرید و نقاشی کنید. پاکت های کاهی تا بتوانید برای بعضی از بازی های بال ماسک با استفاده از آنها نقاب یا ماسک تهیه کنید. نوار موسیقی و پخش صوت، نوار خالی و ضبط صوت و یک دفتر، چون شاید بخواهید تمرین ها را در یک دفتر انجام دهید و همه را یک جا نگهداری کنید. راهنما: هر وقت که بخواهید یا نیاز داشته باشید می توانید تمرین های این کتاب را انجام دهید. ضرورتی ندارد که هر روز به این تمرین ها بپردازید. اگرچه هرچه بیشتر آنها را انجام دهید بیشتر سود خواهید برد. در صورت امکان هر روز وقت معینی مثلا قبل از خواب شبانه را به این کار اختصاص دهید. می توانید از یک دفتر استفاده کنید تا بتوانید مطالب و تمرین هایتان را با نظم تاریخی و به طور متوالی در آن بنویسید. بهتر است هر بار یک فصل از کتاب را بخوانید تا آسان‌تر بتوانید مطالب آن را هضم کنید. آنگاه پس از انجام تمرین هایش به سراغ فصل بعدی بروید. اگر عادت دارید که نخست نگاهی به سراسر کتاب بیندازید تا بینشی کلی به دست آورید، آنگاه به سراغ انجام تمرین ها بروید، سعی نکنید که همه تمرین های کتاب را در یک نشست انجام بدهید. فصل به فصل پیش روید. احساس ایمنی خواه با حمایت و هدایت یک متخصص شفای کودک درون به تمرین های این کتاب بپردازید، خواه در گروهی حمایتگر یا به تنهایی، احساس ایمنی امری اساسی است. ایجاد آشیانه امر برای کودک درون یعنی تدارکی فضایی ایمن برای دعوت از او. به هنگام استفاده از این کتاب به عنوان راهنمایی برای شفای کودک درونتان، محرمانه نگاه داشتن این کار به ویژه زمانی که به شناخت کودک آسیب پذیر درونتان سرگرمید اهمیتی حیاتی دارد. منظور این نیست که نمی توانید بخش های معینی از کارتان را با دیگران در میان بگذارید. مراد این است که این افراد را با دقت و بسیار محتاطانه و مسئولانه انتخاب کنید. مطالب خود را فقط با کسانی در میان بگذارید که نسبت به خودتان و فرایند شفایتان بسیار حمایتگرند. مثلا با درمانگر یا یکی از اعضای مورد اطمینان گروه حمایتگرتان. اگر کودک آسیب پذیر درونتان در کنار همسر
یا یکی از بهترین دوستانتان احساس ایمنی می کند، شاید در میان گذاشتن با او کار درستی باشد. اگر نمی دانید احساسات و اندیشه هایتان را با چه کسی در میان بگذارید، از کودک آسیب پذیر درونتان بپرسید. برای این کار گفتگوی نوشتاری با دو دست را در پیش گیرید. با دستی که بر آن تسلط دارید از او بپرسید که می‌خواهد کدام کارتان را و با چه کسی در میان بگذارید و با دست غیر مسلط پاسخهای او را بنویسید. آنگاه با دستی که بر آن تسلط دارید بپرسید چه میزان از آن مطالب را باید در میان بگذارید و کدام یک از حرف‌ها و محتواها را. کودک درونتان با دقت حیرت انگیز به شما پاسخ خواهد گفت. نزد کسانی که نسبت به شما آکنده از داوری اند و میکوشند احساسات و اندیشه هایتان یا رفتارتان را کنترل کنند، حرف دلتان را نزنید. اگر کودک درون را در معرض این گونه انرژی یا گرایش قرار بدهیم، به کاری مخرب و احمقانه دست زده ایم. افرادی که قادر نیستند خیشتن واقعیتان را بپذیرند و بالغانی که با کودک درون خودشان در تماس نبوده اند، نمی توانند این گونه شفا را دریابند. اگر فرایند شفای خود را با آنها در میان بگذارید، قطعاً به پیشواز تخریب و آزار کودک درونتان رفته اید. در فصل‌های بعدی شیوه های حمایت سالم از کودک درونتان را خواهید آموخت. با تقویت والد مهرآمیز و والد حمایتگر درون، کودک درونتان احساس نیرومندی بیشتری خواهد کرد. تناقض در این است که طفل خردسال درونمان ما را به سوی اقتدار راستینمان هدایت می کند. و این اقتدار شبیه سلطه‌جویی یا کنترل کردن و به بازی گرفتن دیگران نیست. قدرت ضمیر درون است که اقتدار برتر یا ضمیر اعلا است. شخصا ترجیح می دهم آن را ضمیر درون بخوانم، زیرا به خاطر می آورم که این ضمیر در درون خودم خانه دارد، نه بر قله سلسله جبالی دور دست یا در اوج آسمان های غیر قابل دست است. کودک درون در دل آدمی خانه دارد. وقتی دلمان را به روی کودک درونمان می گشاییم، قلب خود را به روی همه باز می کنیم و بدین گونه است که منشأ اقتدار راستین خیش عشق را در می یابیم. دو، ملاقات با کودک درون. تجربه مستقیم کودک درون به صور بسیار پیش می آید. تجربه‌ای که همه ما زمانی آن را تجربه کرده ایم، اگرچه شاید آن را نشناخته ایم. شخصا تجربه کودک درون را تجربه حال و هوای کودک می خوانم. زیرا وقتی وارد این حال و هوا می شوید، مثل یک کودک احساس و رفتار می کنید. شاید حتی خودتان نیز از آن آگاه نباشید، اگرچه دیگران اغلب به آن پی می برند. آن را در چهره و چشمان و جسمتان می بینند و در صدایتان می شنوند و در رفتارتان مشاهده می کنند. اغلب وقتی بزرگ سالان درباره تجربه های کودک درون خود صحبت می کنند، ناآگاهانه دستشان را روی قلب یا شکم خود می گذارند. اگرچه این حرکت ناآگاهانه صورت می گیرد، به نوعی از آن به حضور کودک درون در جسم خیشتن است. کودک درونمان از طریق حسای جسمانی سخن می گوید. وقتی درد جسمی را تجربه می کنیم و واکنش عاطفی نشان می دهد، شاید هم به دلیل هیجانات یا عواطف شدید درد جسمانی احساس کند. وقتی خسته ایم می خواهیم اندکی بخوابیم یا استراحت کنیم.
وقتی حال خوشی نداریم یا به شدت احساس بیماری می کنیم، کودک درون دارد به ما هشدار می دهد و از ما می خواهد که از او مراقبت کنیم. بعدها درمانگرم به من گفت که در نخستین رویارویی با کودک درونم، حالت چهره و بدنم عیناً طفلی خردسال شده بود، خودانگیخته و خام. در حال و هوای کودک نمی دانستم چگونه به نظر می رسم و اگر درمانگرم این را به من نگفته بود، شاید هرگز به آن پی نمی بردم. زیرا ادا و اطوار بچه ها را درآوردن با قرار گرفتن در حال و هوای کودک تفاوت بسیار دارد. یعنی در آن لحظه واقعاً طفلی خردسال شده بودم و عملاً داشتم کودک درونم را تجربه می کردم. حال و هوای کودک از درون برمی خیزد و احساسی در جسم و عواطف انسان است. تظاهر و نمایش نیست. می توانید بی آنکه از جایتان تکان بخورید یا کلمه ای بر زبان آورید، کودک درونتان را تجربه کنید. در سراسر این کتاب تمرین های بسیاری را برای یافتن و مراقبت از کودک درونتان مطالعه خواهید کرد. اگرچه می توانید از همکنون آگاهی از کودک درونتان را در زندگیتان آغاز کنید. چون کودک درون موجودی بسیار جسمانی است، شاید وقتی ورزش می کنید یا می رقصید یا فقط به پیاده روی در کنار ساحل شنی دریا سرگرمید و به بال زدنهای مرغ‌های دریایی گوش سپرده اید، کودک درونتان نمایان شود. شاید کودکتان در یک روز داغ تابستان به شما بگوید که یک لیوان شربت خنک می خواهد، یا در سینما سرعت بوداده، یا در یک غروب زمستان کاسه سوپ داغ. گاه کودک درون می خواهد در یک بعد از ظهر زیر پتوی نرم چرتی بزند. گاه می خواهد به کوهستان یا ییلاق برود. شاید هم بخواهد لباسی زیبا با رنگ های تند وحشی بپوشد یا جواهرات پرزرق و برق به خود آویزان کند. گاه شاید بخواهد در شلوار جین کهنش در باغچه پرسه بزند، یا بلوزی رنگ رو رفته را بپوشد، یا کلاه پدر بزرگ را بر سر کند. بعضی از کودک های درون نمی توانند بدون توپ بازی زندگی کنند. بعضی ها ضیافت عصرانه را ترجیح می دهند. لحظه هایی فکر کنید تا ببینید کودک درون شما از چه راههایی خودش را در زندگیتان نمایان می کند. وقتی منحصراً در عالم اندیشه ها و طرح ها و برنامه ها و مسئولیت های بزرگ سالان به سر می بریم، رابطه خود را با جسممان قطع می کنیم. این را اغلب در سرزیستن می خوانند که معادل جدا ماندن از خیشتن و یکی از راه های ترد کردن کودک درون است. پس شروع کنید به توجه ویژه و روزانه به کودک درونی که در جسمتان زندگی می کند توجه داشته باشید. یکی از راه های آگاهی از جسمانی بودن کودک درون، مشاهده بچه ها در جهان بیرون است. به حرکت هایشان توجه کنید تا ببینید چگونه با تمام جسم خود با دنیای پیرامونشان ارتباط متقابل دارند. یکی دیگر از جایگاه های کودک درون عواطف ماست. وقتی احساسی داریم، بدین معناست که کودک درونمان دارد به طور محرمانه و نهانی با ما سخن میگوید. لزومی ندارد این احساس ها را در بیرون بروز دهیم تا مطمئن شویم که وجود دارند. احساس کردن چیزی حتی اگر نتوانیم نامی برای آن پیدا کنیم، تجربه حال و هوای کودک است. تمرین های این کتاب به شیوهی طراحی شدند
که کمکتان کنند تا از احساسات کودک درونتان آگاه شوید. وقتی احساساتمان را بروز می دهیم، خواه در تنهایی و خواه در کنار دیگران، نشانه نمایان شدن کودک درون است. این امر می تواند از طریق حرکات بدن یا حالات چهره یا لحن صدا و نوع گفتار نشان داده شود. وقتی به هنگام درمانم برای نخستین بار کودک درونم نمایان شد، نکسبانی حرف می زد که ابداً شگفت‌آور نیست، زیرا خودم نیز وقتی که بچه بودم نکسبانی حرف می زدم و به تدریج بر اثر اندرس‌های مکرر بزرگسالان برطرف شد. گاه وقتی کودک درون شخصی دورگه یا دو زبانه بر صحنه می آید، به زبان بیگانه، در واقع به زبان مادری، زبان خانه و کاشانه و تجربه های کودکی می نویسد. حتی شاید به رغم اینکه شخص هیچگاه نوشتن به زبان مادری را نیاموخته باشد، به زبان مادری بنویسد. بازگشت به حال و هوای کودک موجب یادآوری نخستین خاطره‌های کودکی می شود که ظاهراً به زبان مادری در مغز حک شده است. پس کاملاً قابل فهم است که کودک درون درباره آن تجربه ها به زبان آن دوران بنویسد. البته املا و دستور زبان این نوشته ها اغلب نادرست است، اما کلمات و معنی و مفهومشان کاملاً گویا و روشن است. جایگاه دیگری که محل ملاقات با کودک درون است، لحظه های خودانگیختگی و ماجراجویی است. کودک درون زندگیش را به بازی مدیون است. دوست دارد کشف کند و بیافریند و راه‌های تازه انجام امور را بیازماید. معصومیت و عدم وجود باورهای دیرینه یا مفاهیم ریشه گرفته به او اجازه می دهد که رها در لحظه، هر لحظه و هر روز را به سیمای اکتشافی نو به سر ببرد. کودک درون در عالم غنی خیالها، تخیلها زندگی می کند. در آنجا که خلاقیت ریشه دارد، کودک درونمان شراره خلاقی را زنده نگاه می دارد که زندگی بی آن تیره و تکراری و ملال‌آور می شود. زیرا کودکان ملال‌آور و خسته کننده نیستند، اما بزرگسالان اغلب اوقات خسته کننده اند. کودکان از سرزندگی و توانایی حضور در لحظه بدون داشتن هیچ هدف یا برنامه خاص سرشارند و همین خصیصه به آنها چنین تراوت و حیاتی می بخشد. این امر درباره کودک درون خودمان نیز صدق می کند. در زندگی روزانه تان نیز هرگاه می توانید در خیابان و اتوبوس و فروشگاه و چه بسا حتی در خانه خودتان به مشاهده کودکان بپردازید. به اعمال و گفتارشان توجه کنید. بدون قضاوت درباره آنها فقط با آنها باشید و حضور داشته باشید. مشاهده آنها، اگر کودک درونتان را فراموش کرده باشید، درباره کودک درون خودتان به شما خواهد آموخت. همچنین شروع کنید به توجه نشان دادن به کودک درون سایر بزرگسالان. اما چگونه می توانید تشخیص بدهید که یک کودک سالم در درون یک بزرگسال وجود دارد؟ چگونه می توان فهمید که کودک درون خفه و سرکوب شده و جاری است؟ اگر به کودکانی توجه کنید که نیازشان به عشق و توجه و هدایت و محبت برآورده نمی شود، پی خواهید برد که کودک درونی که نیازهایش برآورده نشود چه وضعی خواهد داشت. بدخلقی و عصبی بودن و زود از جا در رفتن نشانه های قطعی کودک درونی آزار دیده است. کودک درون شاید به خواب یا استراحت بیشتر، فشار کمتر از جالب والد درون،
فرصت بیشتری برای بازی و فراغت یا زمانی برای خلوت و تنهایی نیاز داشته باشد. اگر کودک درون به دلیل رفتارهایی بچگانه به جای رفتارهایی کودکوار دور از دسترس مانده باشد، شاید اکنون نیازمند به هدایت محکم و قاطعانه باشد. اگر به درستی به نیازهای کودک درونمان پی نبریم، چه بسا نیازش به محبت و توجه مورد سوء تفاهم قرار بگیرد، به این معنا که به جای گوش سپردن به احساساتش بگذاریم پرخوری کند، یا به جای ایجاد فرصتی برای بازی و تفریح به او مواد مخدر بدهیم، یا به جای نوشتن بگذاریم در مواقع نامناسب با همسر نامناسب خود رابطه داشته باشد. این گونه الگوی جایگزینی در مورد یکی از مراجعانم، زنی جوان و 20 و چند ساله به نام الکساندرا، کاملا آشکار بود. 3 سال بود که الکساندرا ترک اعتیاد کرده و دچار کمبود انرژی و افسردگی و روابطی ناهنجار بود. در یکی از جلسات از او خواستم تا با کودک درونش صحبت کند. الکساندرا از روی صندلی‌اش برخاست و همچون جنین جمع شد و مثل یک توپ روی زمین غلتید. تنها و بیکس به نظر می رسید. مدتی ساکت نشستیم. وقتی کودک درونش در کنارم احساس امنیت کرد، با هم گفتگو کردیم. کودک درونش گفت بسیار غمگین است. گفت احساساتی دارد که الکساندرا نمی خواهد درباره‌شان بشنود. از کودک درونش پرسیدم که آیا این وضع مدت زیادی به همین صورت بوده است؟ پاسخ داد بله، مدت زیادی. هر وقت می‌خواستم احساساتم را بروز دهم، به من کوکائین می‌داد تا خفه شوم. وقتی الکساندرا به تدریج یاد گرفت که خودش پدر و مادر و پرستار کودک درونش باشد، به احساساتش گوش بسپارد و به نیازهایش پاسخ مثبت دهد و از او مراقبت کند، قادر شد دیگر بار زندگیش را بسازد و آباد کند. برای کودک درونی وانهاده و طرد شده، کاملا عادی است که از طریق بیماری کمک بطلبد. این امر قطعاً در مورد خودم هم صادق است و این الگو را بارها و بارها به هنگام کار با افرادی که به بیماری مهلکی نظیر ایدز یا سرطان یا حتی خستگی مزمن دچار بودند مشاهده کردم. در مدت بیماری کودک درون آسیب پذیرتر از هر وقت دیگر و به شدت نیازمند محبت و شفقت است. اگر در هر زمینه از زندگیمان ناخرسندی یا دردی مزمن وجود داشته باشد، شاید هشداری از جانب کودک درون است تا بگوید نیازمند کمک ماست. علاوه بر اعتیادهای شناخته شده، عوارض دیگری نیز برای شناسایی کودک درونی که نادیده گرفته شده وجود دارد. حس و نگرانی وسواس‌آمیز، ایرادگیری و خشمی که به صورت عادت در آمده و مدام در معرض تصادف قرار گرفتن است. اتکاب دیگری و نجات دادن دیگران به منظور سلطه‌جویی و حاکمیت بر نجات یافتگان قطعا نشانه آن است که کودک درون نادیده گرفته شده است. حالان که والد درون بر کودک درون دیگران متمرکز شده است. ملال و افسردگی مزمن یا خلاقیتی که با موانع پی در پی روبرو می شود، به ویژه برای هنرمندان حرفه‌ای، شاید گواه آن باشد که کودک درون به شدت زخمی و آزار دیده است. پس اجالتاً به جای نجات دیگران خودتان را نجات دهید. در سر و سر این کتاب
ابزاری برای شناسایی چهره‌های گوناگون کودک درون در اختیارتان قرار خواهد گرفت. کودک آسیب پذیر و کودک خشمگین، کودک بازیگوش و کودک معنوی. البته همه این کودک‌ها کودک درون انسانند. پیش از گام نهادن در راه رویارویی با کودک درونتان، چند نکته را در خاطر نگاه دارید. نکته نخست، ایجاد فضای اعتماد است. دنیای بزرگسالان برای کودکان جای امنی نیست. بزرگسالان می توانند بی توجه و بی ملاحظه و نسبت به بچه ها ظالم باشند. اگر با کودک درونمان بدرفتاری کرده باشیم، چه بسا به ما اعتماد نکند. در ابتدای امر شاید نخواهد خود را نشان دهد یا شاید به آهستگی نمایان شود، با دودلی و ابهام و تردید. اگر چنین موردی وجود دارد، آرام باشید و بیاسایید، چون ایجاد اعتماد مستلزم زمان و صبر و شکیبایی است. همچنین مستلزم ایمان که میتوان این فاصله را از میان برداشت و زخمهای کودک درون را شفا بخشید. کسانی که پیش از شما این راه را پیمودند، روابط خود را با کودک درونشان شفا بخشیدند. گاه مثالهایی از زندگی شاگردان و مراجعانم را ذکر کردم تا الهام بخش شما باشد. وقتی می آموزید خودتان والد، پدر و مادر خیشتن باشید و با حرمت بسیار، با پذیرش، با ذهنی باز و گشوده و با عشقی عمیق به سوی کودک درونتان گام بردارید، فضای اعتماد می آفرینید. آنگاه می توانید با کودک درونتان روبرو شوید. بگذارید احساس و لحن صحبت کودک درونتان مثل بچه ها باشد. اجازه دهید مثل بچه ها نقاشی کند و بنویسد. هیچ چیز بیش از پیش فرض ها و عقاید بزرگسالان درباره اینکه کودک درون باید چگونه باشد، چگونه احساس کند، چه بگوید و چگونه فکر کند و خلاصه هیچ چیز بیشتر و سریعتر از این گونه بایدها کودک درون را خفه نمی کند. تمرین های این کتاب به منظور ایجاد فضای امن برای کودک درون طراحی شدند، زیرا در فضای ناامن کودک درون دیگر بار پنهان می شود و این حق مسلم اوست که در چنین فضایی خودش را از دید نهان نگاه دارد. در واقع گاه این پنهان شدن برای بقای کودک درون ضرورت دارد. هرچه گوش شما برای شنیدن نیازهای کودک درونتان شنواتر باشد، هرچه مشتاقتر کودک درونتان را به گفتگو با خیشتن دعوت کنید، احتمال اینکه کودک درونتان خود را نشان دهد و ملاقاتتان بیاید بیشتر خواهد بود. احترام به کودک درونتان یعنی اینکه بگذارید هر چه که هست باشد. شاید به صورت دخترک یا پسرکی نمایان شود، شاید با نام یا بی‌نام باشد، گاه نام‌ها تغییر می‌کنند. شاید یک روز کودک درونتان لقبی متعلق به دوران کودکیتان را داشته باشد. روز دیگر شاید کودک درونتان خود را با نامی بخواند که هیچگاه نشنیده باشید. شاید سن و سال او تغییر کند. شاید یک روز 3 ساله باشد. یک روز نوزاد و روز دیگر طفلی 5 ساله. اگر بخواهید درباره این گونه چیزها معقول و مستدل باشید، چه بسا کودک درونتان یا ساکت شود یا دیگر بار ناپدید شود. کودک درون مثل سایر بچه ها نسبت به زمان و حق تقدم ها حسی متفاوت از بزرگسالان یا بخش بالغ وجود دارد. کودک درون به احساس و بازی و خلاقیت و تخیل و نمادها و روح و جان ارج می نهد.
به روی ضمیر جاودان یا جوهر بی زمان، به روی ضمیر درون یا قدرت برتر آغوش می گشاید. برای نخستین تمرین که ملاقات با کودک درون است، فضایی آرام و امن بیابید، خلوتگاهی سرشار از سکوت و آرامش که بتوانید در آن بیاسایید. لوازم لازم را نیز به همراه داشته باشید. این لوازم را قبلا نام برده ایم. البته به هنگام رویارویی با کودک درون هیچ چیز لازم تر از ذهن و دلی باز و گشوده نیست. ملاقات با کودک درون. لوازم مورد نیاز: مداد رنگی یا مداد شمعی و کاغذ. 1. ملاقات با کودک درون نزدیک می شود. آرام بنشینید و در ذهنتان جایی بسیار زیبا را برای ملاقات خیالی خود انتخاب کنید. مکانی که برای کودک درونتان کاملا امن و راحت باشد. این مکان می تواند فضایی باز در دامن طبیعت و کنار گلها و درختان یا نزدیک آب و کوهساران باشد. شاید هم بخواهید خلوتگاهی امن و گرم و نرم را در اتاقی کوچک و محیطی صمیمانه مجسم کنید. 2. چشمانتان را ببندید و به خلوتگاهی که انتخاب کرده اید بروید. در خیال خود کودک درونتان را در آن مکان ببینید و چند لحظه ای را با او در آنجا بگذرانید. 3. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر کودک درونتان را بکشید. به خودتان فرصت کافی بدهید تا بی‌شتاب این تصویر را بکشید. بگذارید این تصویر کودک درونتان را نمایان سازد. یعنی از قبل نقشه نکشید و سعی نکنید که تصویر را آنگونه که تصور می کنید باید باشد بکشید. شاید با احساسی ناخوشایند همراه باشد و کند و آهسته به نظر برسد. فقط صبور باشید. این کودک درونتان است که از طریق تصاویر با شما سخن می گوید. به راستی که تصویر زبان دل است و زبان درونی ترین ضمیر. برایند کشیدن تصویر کودک درونتان احتمالاً رابطه ای را که با آن موجود کوچک درونتان دارید برایتان روشن خواهد کرد. مکث کنید و لحظه ای بیاندیشید که چه تجربه ای داشتید. آیا از شیوه نقاشی کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید انتقاد کردید؟ آیا کودک درونتان را سرزنش کردید که هیچ گونه استعداد و مهارتی ندارد؟ یا آسوده به جا ماندید و در اوج لذت اجازه دادید کودک درونتان خودش باشد و به شیوه خودش نقاشی کند؟ به شکل نهایی تصویر بنگرید درباره‌اش چه احساسی دارید. به نظر می رسد که کودک این تصویر دارد چه چیزی را به شما می گوید. در برگی دیگر با دستی که بدن آن تسلط دارید، هر واکنش یا نظری را که درباره این تصویر دارید بنویسید. در یکی از کلاس‌هایم ماریا تصویر کودک درونش را کشید. بعداً که درباره تجربهش نوشت، بینش‌های راهگشا و مهمی درباره دوران کودکی و فرایند شفای خود داشت. در اینجا آنچه را که ماریا درباره تجربهش نوشت می‌خوانید. چون چپ دست هستم، این تمرین را با دست راست انجام دادم. اول نوشتم من کثیف شدم،
چون همان لحظه کشف کرده بودم که یک عمر افسردگیم به این دلیل بود که در خانواده‌ای ناهنجار بزرگ شده بودم. من هفتمین فرزند خانواده‌ای هستم که 13 فرزند دارد. مادرم مرا برای بزرگ کردن سایر بچه ها برگزید. احساس می کردم که خودم اصلا وجود ندارم. در همه زندگیم از افسردگی رنج بردم. نیازی نیست بگویم وقتی دیدم نوشتم بهبود یافتم تا چند اندازه حیرت کردم. وقتی شروع به نقاشی کردم ناگهان رقم 8 بر صفحه آمد. شاید در این سن بود که زندگیم تمام شد. این تمرین امید تازه ای را به دلم راه داد. اکنون اگر بخواهید می توانید به سراغ تمرین بعدی گفتگو با کودک درونتان بروید. این تکنیک که گفتگوی مستقیم با کودک درونتان است برای یافتن اطلاعات بیشتر درباره اوست. اگر ترجیح می دهید صبر کنید و این تمرین را در وقت دیگری انجام دهید، تصویری را که کشیده اید در جایی قرار دهید که بتوانید اکثر اوقات آن را ببینید. دیگر بار به این تصویر نیاز خواهید داشت. پس آن را در جای امنی بگذارید. گفتگو با کودک درون. لوازم مورد نیاز: مداد رنگی یا مداد شمعی، کاغذ و تصویر کودک درون که در تمرین قبلی کشیده اید. 1. به تصویر کودک درونتان بنگرید و با استفاده از هر دو دست خود گفتگویی را بنویسید. در نقش بالغ با دستی که بر آن تسلط دارید می نویسید. با دستی که به طور عادی با آن می نویسید. کودک درونتان با دست دیگر می نویسد. با دستی که بر آن تسلط ندارید. گفتگو را این گونه آغاز می کنید که به کودک درون می گویید می خواهید او را بشناسید. تا بهتر از او مراقبت کنید، نامش را بپرسید یا هر چیزی را که خودش می خواهد با شما در میان بگذارد، سن و سالش، احساساتش، آنچه را که دوست دارد و آنچه را که دوست ندارد و آنچه را که از شما می خواهد و از شما متوقع است. 2. از کودک درونتان بخواهید که تصویر آنچه را که در این زمان بیش از هر چیز دیگر از شما می خواهد بکشد. 3. گفتگوی خود را با این سوال از کودک درونتان که آیا مطلب دیگری هست که بخواهد با شما در میان نهد خاتمه دهید. آنگاه از کودک درونتان تشکر کنید که نمایان شد و گفتگو کرد. به او بگویید که می‌خواهید بیشتر چنین گفتگوهایی داشته باشید تا بتوانید او را بهتر بشناسید. 4. هر دوی این تصاویر را در جایی بگذارید که اغلب اوقات بتوانید آنها را ببینید. با یادآور حضور کودک درون در زندگیتان باشید. میشلی در یکی از کلاس‌هایم تصویر زیر را کشید و این گفتگو را نوشت. آنگاه عکسی از درون کودکیش را در لباس گاوچران‌ها سوار کره اسب محبوبش پیدا کرد که در صفحه بعد آمده است. کودک درونش همین عکس او را البته به شیوه ساده خودش و با آن دستی که بر آن تسلط نداشت کشیده است. بالغ: تو که هستی؟ کودک: من شلی هستم. بالغ: چه احساسی داری؟ کودک: تمیز و منظم هستم و سوار اسب خودم. بالغ: درباره خودت برایم صحبت کن. کودک: هر وقت به خودت اطمینان داری و میدانی که عالی هستی،
برمیگردم. من عاشق تفریح و سواری و دویدنم. بالغ: برایت چه پیش آمد؟ کودک: نمیدانم، دور شدم، دیگر بازی نمی کنم. بالغ: دوست داری برای تو چه کاری انجام دهم؟ کودک: باید مرا به خاطر بیاوری و به من احترام بگذاری. کتی، یکی دیگر از شاگردانم، ماها به گفتگو با کودک درونش سرگرم بود. این فرایند چنان او را سبک بار کرد که بر جسمش نیز تأثیر گذاشت. واقعا جوانتر و شادتر و شادابتر به نظر می رسید. بالغ: تو که هستی؟ کودک: به خودم میگم کتی. خودت میدونی که من کی هستم. درون خودت هستم. اصلا خود خودت هستم. بالغ: کتی، اگر آدم جای تو باشد چه احساسی دارد؟ کودک: تو مرا کتی صدا می کنی، در حالی که اسم من کیتی است. اگر اسم من را درست تلفظ نکنی نمیتونم با تو حرف بزنم. اسم من کیتی است. اگه یه چیز دیگه صدام کنی دیگه باید حرف نمیزنم. بالغ: باشد، متاسفم که ناراحتت کردم. کودک: حالا بهتر شد. اگه اسم منو درست صدا نکنی نمیتونم نمایون بشم. بالغ: کیتی چند سالته؟ کودک: 2.5 سال یا 3 سال. بالغ: در آن سن و سال آدم چه احساسی دارد؟ کودک: سن خوبیه، آدم دوست داره همیشه 3 ساله باشه. بالغ: کیتی، به جز تو چه کسی اونجا هست؟ کودک: دوستام، همیشه دوستام با منن، دوستای درونم. بالغ: آیا میتونی درباره دوستات برام صحبت کنی کیتی؟ اونا کی هستن؟ کودک: اونا مثل خودتو با من حرف میزنن، تا تنها نباشم، با هم بازی هم میکنی. بالغ: با همدیگر چه بازی میکنید؟ کودک: ادای آدم بزرگا رو در میاریم، با بچه هامون بازی میکنیم، یک گربه داریم به اسم آنجل، 2 تا توله سگ داریم، همشون دوستای منن. بالغ: کتی. کودک: تو که دوباره منو به اسم همون اسم صدا کردی؟ بالغ: کیتی، میخواستم از تو بپرسم نسبت به آدم بزرگ ها چه احساسی داری؟ کودک: با اونا حرف نمیزنم. بالغ: پس چطور داری با من حرف میزنی؟ کودک: تو فرق میکنی، تو مثل اونای دیگه نیستی. و در تصویر دیگری که توسط یکی دیگر از شرکت کنندگان در کلاس شفای کودک درون کشیده شده است، در پایان گفتگوی زیر که میان بخش بالغ و کودک درون شاگردم انجام میپذیرد، بیان محبت آمیزی ابراز می شود که ندای والد مهرامیز درون است که در یکی از فصلهای بعد به آن خواهم پرداخت. بالغ: اسمت چیه؟ کودک: اسمم آنی. بالغ: چند سالت هست؟ کودک: 6 سال. بالغ: آنی، دوست دارم بیشتر تو را بشناسم. دوست داری چه کار کنی؟ کودک: دوست دارم بازی کنم، با آقا درخت دوست بشم، توی جوی آب برم و آب بازی کنم. بالغ: چه چیز را دوست نداری؟ کودک: آدمای بدجنس رو دوست ندارم. بالغ: دوست داری برات چه کار کنم؟ کودک: دوست دارم دوستم باشی، با من نرم و ملایم باشی و به من توجه کنی. بالغ: من دوستت دارم آنی، خیلی هم دوستت دارم. اینجا هستم تا از تو مراقبت کنم،
تو را بغل کنم و حامی تو باشم و نگذارم آدم های بد جنس تو را اذیت کنند. خوشحالم که اینجایی. تو عشق منی آنی عزیزم و خیلی خیلی دوستت دارم. یکی دیگر از شاگردانم گفت که احساس اتصال به کودک درونش در آغاز برایش دشوار بود، اما به هر حال توانست که گفتگو با کودک درونش را شروع کند و به او اجازه صحبت بدهد. پدر و مادر خیشتن شدن یعنی همین ماجرای بیوقفه بازسازی خیشتن. بالغ: تو که هستی؟ کودک: من کودکی خودت هستم، کودک درون تو هم. بالغ: چه احساسی داری؟ کودک: میل دارم تاب بخورم. ببین دارم تاب میخورم. منم میخوام تاب بخورم. به لباسم دست نزن. لباس منو کثیف نکن. من خیلی قشنگم. من یک بچه شاد و خوشحالم. من عالی هستم. یک عروسکم اما واقعی نیستم. بالغ: آیا می توانی احساسی داشته باشی که واقعی باشی؟ کودک: اگه توی جوی آب بیفتم، اگه احساس کنم آب خواهم شد، مثل یک حباب می ترکم، می میرم. پوشیدن زره به طور تمام وقت سخته. باید از این زندون تنگ بیام بیرون و آزاد بشم. تو بذار من بیام بیرون. انقدر به در و دیوار میکوبم تا بازوام درد میگیرن. ولی تو هنوزم صدای منو نمیشنوی. بذار از این زندان بیام بیرون. بالغ: چطور میتوانم در این مورد به تو کمک کنم؟ کودک: آرام بگیر، آرام باش، تمام مدت کار نکن. تو اتاقت شمع روشن کن، بازی کن، برقص. همه چی رو اینقدر جدی نگیر. منو بغل کن، گریه کن، گریه کن، گریه کن. میل دارم گریه کنم. بذار گریه کنم، تو هم گریه کن. کشیدن احساسها: لوازم مورد نیاز، کاغذ، مداد شمعی یا مداد رنگی یا ماژیکای رنگی. هرگاه در زندگی روزانه تان دچار عواطف و هیجانات شدید می شوید، بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید احساساتتان را بر روی کاغذ بیاورد. بگذارید این نقاشی به صورت رها و آزاد صورت بگیرد. شاید نقش ها خطوطی در هم و بر هم یا خرچنگ قورباغه باشد یا تصاویری انتزاعی و شکل های نامفهوم باشد. اگر در این هنر خودانگیخته تصاویر مشخص یا نامشخصی پدیدار شدند، بگذارید که ظاهر شوند، اما از قبل برای اینکه این نقوش و تصاویر چگونه باید باشند نقشه نکشید. در عوض تمام توجهتان را به لحظه به لحظه این فرایند متمرکز کنید. ببینید در طول انجام این طراحی و نقاشی چه احساسها و افکاری به سراغتان می آیند. اجازه دهید احساساتتان بر روی کاغذ نقش شوند. مخصوصاً به رنگ ها توجه کنید، زیرا رنگ ها با دقت حیرت انگیزی احساسات را بیان و عیان می کنند. رنگ ها را خودانگیخته و با پیروی از الهام و شهودتان انتخاب کنید. بگذارید کودک درونتان شما را به سوی رنگی که احساس ویژه آن لحظه تان را نشان می دهد هدایت کند. هوشیاری: با دستی که بر آن تسلط دارید، نظرها و اندیشه ها و احساساتتان را درباره فصل گذشته بنویسید.
آیا همه تمرین ها را انجام دادید؟ چند ساعت درباره فرایند تجربه تان بنویسید. از تمرین ها چه آموختید؟ کدام نکات تازه را درباره خودتان کشف کردید؟ انجام تمرین ها چه مشاهدات و بینش ها و کشف هایی را برایتان به ارمغان آوردند؟ این تجربه یعنی کشیدن احساسات به طور منظم کمکتان خواهد کرد تا آگاهی و هوشیاری خود را به شیوهی پرورش بدهید که در زندگی با گشایش ها و امکانات افزونتری مواجه شوید. 3. حمایت از کودک آسیب پذیر درون. به صورت نوزادی آسیب پذیر به دنیا می آیید. ناتوان و یکسر متکی به بزرگ سالان تا نیازهای من را برآورند. در نتیجه هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی باید مورد مراقبت و حمایت و محبت قرار گیریم و اگرچه جسمان رشد می کنیم و بزرگ می شویم، آن موجود کوچک حساس و شکننده درونی هرگز ناپدید نمی شود. اگرچه در نهان و در انتظار به زندگیش ادامه می دهد تا دیگر بار او را بازیابی، این جنبه بسیار حساس و شکننده کودک درون را کودک آسیب پذیر می خوانم. باید در نظر داشت که کودک آسیب پذیر درون فقط یکی از جنبه های کودک درون است. سایر جنبه ها که بعداً مورد گفتگو قرار خواهم داد عبارتند از کودک خشمگین، کودک بازیگوش، کودک خلاق و کودک معنوی. یکی از خصایص کودک آسیب پذیر درون حساسیت شدید او نسبت به محیطی است که در آن قرار می گیرد. یعنی انرژی یا امواج وجود دیگران را دریافت می کند. با خویشتن راستین آنها هم نوا می شود. به این معنا که اندیشه ها و احساسات ابراز نشدهشان را حس می کند. مفهوم حالات و حرکات جسمانی دیگران را در می یابد و فریب ظاهر افراد و گول کلمات آنها را نمی خورد. یعنی می داند چه کسی دارد حقیقت را می گوید و چه کسی دارد لاپوشانی می کند. متاسفانه به ما آموختند این دستگاه گیرنده دقیقی را که کودک آسیب پذیر درون به طور طبیعی و فطری داراست نادیده بگیریم و نفی کنیم. وقتی می آموزیم دیگر بار به آن گوش بسپاریم، آن دستگاه گیرنده می تواند وسیله‌ای برای عبور آسان از اوضاع دشوار شود. چگونه می توانیم دریابیم که این کودک آسیب پذیر درون است که با ما سخن می گوید؟ پاسخش ساده است. هرگاه که احساس آسیب پذیری می کنیم، شاید احساس کنیم حساس و شکننده ایم و به مراقبت و حمایت نیاز داریم. یکی از راهنمایی هایی که کودک آسیب پذیر درون خودش را از آن طریق نمایان می سازد، خستگی و درد و بیماری است. در چنین مواقعی نیاز به مراقبت نرم و مهرآمیز داریم. همان گونه که کودکی بیمار به پرستاری و مراقبت نرم و ملایم نیاز دارد و در صورت تصادف و جراحت و آسیب جسمانی، کودک آسیب پذیر درون به اوج حساسیت خود می رسد. کودک آسیب پذیر درون اغلب اوقات خودش را از طریق ابراز غم و اندوه یا ترس نشان می دهد. اشک و ناله نیز گواه بر حضور کودک
آسیب پذیر درون است. همچنین میل شدید به پنهان شدن و پناه گرفتن می تواند نشانه فریاد شنیده نشده کودک آسیب پذیر درون و حاکی از این درخواست باشد که ترسیده ام، مواظبم باش، حمایتم کن، ترکم نکن. وقتی شخص افسرده است، شاید کودک درونش احساس می کند کتک خورده و زخمی شده و به همین دلیل بسیار آسیب پذیر است. اغلب اوقات وقتی والد نکوهشگر درون بر صحنه می آید و اداره امور را به دست می گیرد، واکنش طبیعی و سالم خشم کودک درون سرکوب و آنگاه درونی می شود. این خفقان سرزندگی کودک درون را نابود می کند و نیروی عاطفی جسمی او را می مکد. وقتی فرد بالغ شور و شوق زیستن را احساس نمی کند، قطعا نشانه محبوس شدن کودک درون است. منظور این نیست که تمام مدت باید شاد و خوشحال باشی، ولی کودک درون باید بتواند احساساتش را هرچی که باشند احساس کند. ربودن احساسهای کودک درون به معنای ربودن زندگی و شادمانی اوست. احساسات از انرژی ویژه‌ای سرشارند. شاید نگذاریم از احساسات راستین خودمان آگاه شویم، اما انرژی عاطفی آنها که از بین نمی روند، در لایه‌های زیرین پنهان می مانند و شاید به صورت درد جسمانی و حالات منفی و رفتارهای وسواس‌آمیز و افراطی یا انواع و اقسام اعتیادها یا مشکلات عاطفی و ذهنی و حتی بیماری‌های روانی نمایان شوند. اغلب به هنگام گفتگوهای نوشتاری، کودک آسیب پذیر درون درباره علت و چگونگی بند آمدن انرژیش صحبت می کند. در یکی از کلاس‌هایم کودک آسیب پذیر درون مرلین، یکی از شاگردانم، درباره والد نکوهشگرش چنین گفت: مرلین تمام مدت مریض است چون فرسوده شده ام. سالها سعی می کنم توجهش را به خودم جلب کنم، ولی دیگر خسته شده ام. مرلین از کارش متنفر است. من هم از کارش نفرت دارم، ولی مرلین به من گوش نمی کند. تنها راه برای این که سر آن کار احمقانه نرود این است که من مریض شوم. یکی دیگر از زمینه‌های بسیار مهم برای کودک درون روابط شخصی است. این امر در گفتگوی نوشتاری شری، یکی از شاگردانم، کاملا آشکار است. پس از این گفتگو شری دریافت که وقتی نیازهای کودک درونش را در روابط نزدیکش در نظر نمیگیرد چه پیش می آید. کودک آسیب پذیر درون شری نوشت: حیف که شری از من نپرسید که چه میخواهم. اگر از من میپرسید به او میگفتم که هرگز با آن مرد ازدواج نکند. من میدانستم که آن مرد در کسب و کارش صادق نیست. میدانستم با سایر زنها رابطه دارد. اما شری نمیخواست به حرفای من گوش کند. اوایل آشناییش با او چنان وقتش گرفته بود که فرصتی برای من نداشت. اما بعدن من واقعا آسیب دیدم. دفعه بعد که شری بخواهد عروسی کند، حتما باید نظرم را بپرسد. التماس کودک آسیب پذیر درون نشان می دهد که تا چه اندازه برای ما مهم است که احساساتش را درباره افراد زندگیمان بدانیم. دستگاه گیرنده‌ای که پیش از این درباره‌اش گفتگو کردم هدیه‌ای گرانقدر است. اگر کودک آسیب پذیر درونمان در روابط به اصطلاح نزدیک ما احساس امنیت نکند،
هرگز این روابط نمی توانند واقعا سالم و مهرامیز باشند. بدون احساس امنیت اعتماد وجود ندارد و هر جا که اعتماد نباشد عشق از پنجره بیرون می رود و ترس و خشم یا انزجار را بر جای می نهد. هیچ کس نمی خواهد در خانه زره بتن کند و اگر نتوانیم به کسانی که با آنها زندگی می کنیم اعتماد کنیم زره می پوشیم. از ترس آزار دیدن شروع می کنیم به پنهان شدن. کودک آسیب پذیر درون باید نخست در کنار ما و آنگاه در کنار دیگران احساس امنیت کند تا بتواند خود را نمایان سازد. اغلب در جلسات کلاس ها کودک آسیب پذیر درون با صدای ترسان و لرزان شروع به صحبت می کند، چون مطمئن نیست که نمایان شدن تا چه اندازه امنیت دارد، آیا مورد انتقاد قرار خواهد گرفت؟ از هیچ راه نمی توان مطمئن بود. گاه در ابتدای جلسات سکوت می کند و حرف نمی زند. به همین دلیل نقاشی بسیار ارزشمند است. بسیاری از کودکان آسیب پذیر درون که چندان علاقه به نوشتن ندارند می توانند تصویر خود را بکشند و این عمل برای شروع بسیار شگفت انگیز است. گاه کودک درون درباره احساساتش که کشیده است می نویسد. تصویر زیر بهتر از هر سخنرانی و گفتگویی می تواند نمایانگر کودک آسیب پذیر درون باشد. کریستینا پس از کشیدن این تصویر گفتگویی را نوشت که به بیان و ابراز درد و ناکامی کودک آسیب پذیر درونش کمک کرد. در این گفتگو کودک درونش با دستی که بر آن تسلط نداشت نوشت و بخش والد وجودش با دستی که بر آن تسلط داشت نوشت. کودک: گاه احساس می کنم تنم پوست ندارد. پوستم کنده شده و راهی برای مصون ماندن از گزند نمی شناسم. تا این اندازه باز و آسیب پذیر بودن به جسم من صدمه می زند و دردناک است. با این حال بخش زیادی از وجودم را نمی توانم نشان دهم چون من می ترسم. بالغ: احساس می کنی؟ چه چیزی را نمی توانی نشان بدهی؟ کودک: احساسات و عواطف خودم را نمی توانم نشان بدهم. مثلا وقتی می خواهم با احساس آواز بخوانم گریه می کنم. وقتی می خواهم با تمام قلبم ساز بنوازم گریه می کنم. در حضور جمع مجبورم تمام مدت ساکت بمانم تا درست رفتار کنم و طبیعی به نظر برسم. اگر بخواهم واقع گرایانه نقاشی کنم حالا می توانم، ولی دیگر برایم خسته کننده است. احساس می کنم شایستگیش را ندارم و اثر ارزندهی را ارائه نمی دهم. دوست دارم در هم و بر هم و آزاد نقاشی کنم، ولی هر وقت اینطور نقاشی می کنم احساس می کنم هنرم برای دیگران معنی و مفهومی ندارد. به هنگام انجام تمرین زیر در محیطی آرام و راحت و ایمن، جایی که بتوانید با خودتان تنها باشید و کسی حواستان را پرت نکند، قلم و کاغذ به دست بگیرید و برای ملاقات کودک آسیب پذیر درونتان آماده شوید. اگر افرادی آزارنده دور و برتان باشند یا در فضای ناآرام باشید، کودک آسیب پذیر درونتان احتمالاً خود را نشان نخواهد داد. حق هم دارد، چون کودک دوست ندارد در حضور افراد خشین
یا موقعیت های ظالمانه که نیازهای او را در نظر نمی گیرند نمایان شود. پیشواز از کودک آسیب پذیر درون. لوازم مورد نیاز: مداد رنگی یا مداد شمعی یا ماژیک های رنگی و کاغذ. 1. در ذهنتان جایی بسیار ویژه را مجسم کنید، خلوتگاهی که خودتان و کودک آسیب پذیر درونتان بتوانید چندی را با یکدیگر بگذرانید. جایی را انتخاب کنید که کودک درونتان در آن احساس امنیت و آسودگی کند. چشمانتان را ببندید تا واقعا بتوانید این مکان را ببینید. 2. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر کودک آسیب پذیر درونتان را بکشید. 3. پس از تکمیل تصویرتان با دستی که بر آن تسلط دارید، از کودک درونتان بپرسید که آیا حاضر است مدتی با شما گفتگو کند؟ آنگاه مانند تمرین فصل قبل با هر دو دستتان گفتگوهایتان را بنویسید. از کودک درونتان بپرسید که چه احساسی دارد. دریابید آیا افراد یا اوضاع و شرایطی هست که کودک آسیب پذیر درونتان را می ترساند یا غمگین می کند یا می آزارد یا موجب می شود که احساس تنهایی کند و غیره. از کودک درونتان بپرسید که از شما چه می خواهد و برای این که احساس بهتری داشته باشد چه کاری را می توانید برای او انجام دهید. در این تصویر کودک درباره احساساتش گفتگو می کند. وقتی از کودک آسیب پذیر درونتان می خواهید که به زبان خودش گفتگو کند، راجع به او بینش و ادراک به دست می آورید. اگر پاسخ کودک درونتان برایتان روشن نیست، از او بخواهید که روشن‌تر توضیح دهد تا بتوانید حرفهایش را بفهمید. بالغ: تو که هستی؟ کودک: من خود تو هستم. اسم من گریست. ساکت و آرامم و سردرگم. توی چشمام یک عالمه حرفه. بالغ: چشمانت چه میگویند؟ کودک: چشمام میگن که آزرده و غمگینم. تنها موندم ولی نمیخوام به دیگران بپیوندم، چون میترسم ساکت شوم یا دیوانه شوم، چون معنای این همه هیاهو را نمیفهمم. میل دارم به جمع بپیوندم ولی میگریزم، میهراسم، چون اونقدر که باید قوی نیستم. بالغ: به این میگویند مشکلات تعیین حد و مرز. به چه چیزی نیاز داری؟ کودک: نمیدانم، دلم میخواهد یاران و رفقایی داشته باشم. خودت هم الان خیلی بهتر از آن موقع شده ای که توی مشکلات آدم بزرگ ها غرق شده بودی. این زن تصویر کودک آسیب پذیر درونش را در حالی که حالات متفاوت او را نشان می‌داد کشید. در سمت راست تصویر گریه می‌کند و به دیواری چسبیده است. در سمت چپ تصویر کودکی را در آغوش زنی گرم و مهرآمیز کشیده است. همان گونه که در گفتگویش می‌بینیم با کودک آسیب پذیر درونش رابطه سرشار از اعتماد ایجاد کرده است. بالغ: دفعه اول که تو را دیدم خیلی ترسیده بودی. وحشت زده
به دیوار چسبیده بودی، وحشت زده و تنها بودی، مسئلت چیست؟ کودک. می ترسم و به عشق و محبت نیاز دارم. آنقدر احساس تنهایی می کنم که آزارم می دهد. به تو اطمینان ندارم. به همین دلیل شرمگین نگاهت می کنم تا ببینم می خواهی چه کار کنی. بالغ. دوست داری چه کار کنی؟ کودک. دوست دارم مدتی همانجا که هستی بمانی و از جایت تکان نخوری، فقط آرام باشی. بالغ. باشد، همین کار را می کنم. کودک. دوست دارم تو را نوازش کنم، نگاهت کنم. آیا می توانم بغل تو بنشینم؟ بالغ. البته. کودک. آیا سرم را نوازش می کنی؟ بالغ. چرا اینقدر غمگینی؟ چه اتفاقی افتاده است؟ کودک. گم شدم، تنها شدم، هیچ کس مرا دوست ندارد. بالغ. من دوستت دارم. کودک. ولی طوری رفتار نمی کنی که فکر کنم مرا دوست داری. بالغ. خیلی متاسفم، دوست داری چطور رفتار کنم؟ کودک. دوست دارم با من خوب باشی. بالغ. یعنی چطور باشم؟ کودک. دیگر حرفای بد نزنی. بالغ. دیگر چی؟ کودک. مرا سرگرم کن، مرا به گردش و تفریح ببر، بخند، بغلم کن، به من بگو که دوستم داری، بگو که جواهر گرانبهای تو من هستم. تمام مدت مرا بغل خودت بنشان، موهایم را شانه کن، هر روز حمامم کن، هر روز به من لباسهای قشنگ بپوشان، مرا به فضای باز ببر و با من بازی کن. بالغ. آیا حالا در کنارم احساس امنیت میکنی؟ کودک. کم کم دارم احساس امنیت می کنم. بالغ. حالا می خواهی چه کار کنم؟ کودک. فقط می خواهم با تو باشم، یعنی توی بغل تو بنشینم.